بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. خیلی خوشحالم که پس از مدت ها، پس از ماه ها، بالاخره آقای ماسالی برگشتن به آمریکا و ما تونستیم ایشون رو قولی ازشون بگیریم و با شما باشن. از این لحاظ از ایشون تشکر میکنم، بازم بهشون خوش آمد میگم. و دکتر حسن ماسالی فعال سیاسی، اجتماعی، مؤلف کتاب‌های مختلف، مبارز، کسی که سال‌های سال در این راه به اصطلاح جوونی و عمرش رو گذاشته و ما امروز حقیقتاً به ایشون هم گفتم من امروز یه مقداری سوال‌های سخت می‌خوام از شما بپرسم و می‌دونم که شما هیچ نگرانی ندارید. اولا خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. بعد اگر میخواین به دوستان سلام علیکی بکنید، احوال پرسی بله. کنید تا بعد برید سراغ سوالهای مشکل. بله، درود بر شما، سپاس از دعوت شما و درود به بینندگان و شنوندگان برنامه شما. ممنونم آقای ماسالی. من بارها وقتی که با دوستان صحبت میکنم میبینم همه مهندس، دکتر، باسواد، بعد توی به اصطلاح جاهای مختلف، جلسات مختلف، نشست‌های مختلف، گرد همایی‌های مختلف به اسم‌های مختلف، اسم‌های خیلی خوب، همه دموکرات، همه آزادی‌خواه اینها، بعد می‌بینیم متأسفانه هیچ اتفاقی نمی‌افته. من تو چند تا از این جلسات بودم، فیلمبرداری کردم و دیدم که خیلی با شور و هیجان از هم انتقاد می‌کنید، بعد یه سری انتخابات می‌ذارید، اونجا خیلی قشنگ انتخابات انجام میشه، کمیسیون‌های مختلف، کمیته‌های مختلف، بعد میرید شما، مردم هم میرن دوباره تا یک سال دیگه، دو سال دیگه. سوال من اینه که این همه دکتر، مهندس، همه فارغ التحصیل از جاهای خوب، کشورهای خوب، دانشگاه‌های خوب، چجوری حریف 5 تا 6 تا 10 تا 1000 تا آخوند بی سوادی که از حوزه های علمیه آیا فارغ التحصیل شده باشن یا نه، تازه فارغ التحصیل، چجوری شما حریف اینها نمیشید؟ بله، در حال من فکر میکنم که میشه اینجوری از هم تفکیک کرد مسائل رو. اولا پزشک و مهندس و کارشناس های مختلف که وجود داره، بعضی ها هستن فقط در رشته خودشون کار میکنن، منتها توی یه جامعه ای که یا باید یه حکومت دموکراتیکی باشه که از این کارشناس ها استفاده بکنه، از پزشکش، خلاصه یعنی برنامه برای اقتصادی، محیط زیست، درمان، غیره غیره وجود داره، یا احزاب و گروه های سیاسی دموکرات و قدرتمندی که با هم یک جبهه قدرتمند تشکیل دادن و بعد در صدد برمیان که از این کارشناسا برای سازندگی و آبادی یک جامعه استفاده بکنن. ما هیچ کدومشو نداریم، نه یه حکومت دموکرات داریم، از نظر تاریخی هم همچین مراحل زودگذری بوده و بعدش هم متاسفانه احزاب و گروه های سیاسی ما، من خودم در این مورد کارهای پژوهشی کردم و از جمله تز دکترامو در آلمان راجع به جنبش چپ نوشتم که چه مشکلاتی داشته، ولی با اکنون مشغول نوشتن یک کتاب به زبان آلمانی و انگلیسی هم هستم که بیشتر مربوط به بحران جهانیه، ولی مشکلات درون جامعه خودمون رو مطرح کردم که ما با مشکلات مختلفی روبرو هستیم که امثال منی که ادعا میکنه کار سیاسی میکنه، من از خودم شروع کنم به دیگران بر نخوره. ما بایستی یک مقدار به قول معروف تجدید نظر بکنیم در مبانی فکری خودمون، در روش کار خودمون، در ارتباط با دیگراندیشان، در ارتباط با مردم جامعه و نیروی سیاسی به قول معروف پلورالیستی، کثرت‌گرای قدرتمندی در جامعه به وجود بیاریم که بیاد از یک طرف ارزیابی بکنه مشکلات مختلف جامعه رو از نظر تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،
از طرف دیگه ارزیابی بکنه خطاها اشتباهات خودش رو و بعد با کمک به اصطلاح کارشناسا، چون هیچ کدوم ما، یکی از خصلت‌های بد ماها و به خصوص تو ملل شرق بیشتر میشه گفت یا جوامع عقب مونده، که اینه که هر کسی خودش رو عقل کل میدونه و راجع به تمام بیماری ها نسخه مینویسه. ما باید یاد بگیریم که چگونه اولا در کار خودمون مهارت پیدا بکنیم از نظر سیاسی و وسعت نظر داشته باشیم، با دانش و علم کار بکنیم، بعد از کارشناسا. مثلا یکی هست که کار سیاسی نمی کنه ولی راجع به محیط زیست آگاهی داره. پزشک کار سیاسی نمی کنه ولی می دونه دارو و درمان و اینها چگونه به کار گرفته بشه در جامعه. بنابراین بیاموزیم که از این کارشناسا بدون اینی که آقا بلا سری براشون بکنم، یعنی یکی از شیوه های کار این بوده که مثلا یه انجمنی درست میشه، حالا میخواد کارگری باشه، معلمی باشه، کارشناسی باشه، مهندسی باشه یا هر چیزی، مثلا هر کسی یه هر گروه چند نفره سعی میکنه میگه هژمونی منو بپذیر، رهبری منو بپذیر. آخ مورچه چیه تو کله پوچش باشه تو اول، یعنی همه میگن همه با هم، منظورشون همه با من، همه با من. بله، خود محور بینی و خود مرکز بینی با تمام ضعفایی که تازه داریم، این خصلت ها رو باید به دور ریخت و البته همینجوری با نصیحت این عمل صورت نمیگیره، بلکه ما عقیده دارم با این ویرانه‌ای که اکنون درش به سر میبریم و باش روبرو هستیم، ما یک گفتمان از صفر باید شروع بکنیم. یعنی ضمن اینی که مثلا من نوعی اگه ادعا میکنم که خیلی تجربه دارم، باید فروتنانه هم اشتباهات خودم رو مطرح بکنم و هم بیاموزم که چگونه با دیگر اندیشان با گوناگونی اندیشه گفتگمان داشته باشم و بعد راه حل مشترک جستجو بکنم. خودمحور بینی و نمیدونم خودمرکز بینی و از این ای که هر کسی ادعای رهبری میکنه، هنوز هیچی نشده رهبر میخواییم باشیم، اینا رو باید به دور ریخت. و البته موقع این امکان پذیره که چندین گرایش فکری و سیاسی از شخصیت ها گرفته یا گروه ها گرفته ابتدا در کنار هم دیگه قرار بگیرن و به قول معروف از یک طرف از هم دیگه بیاموزیم، از یک طرف دیگه هم به عنوان بالانس قدرت میگن، یعنی مواظب هم دیگه هم باید بود که نیروها در جهت آره که در یک مسیر درستی حرکت بکنیم. این تو جوامع مختلف دموکراتیک هم اینجوریه. مثلا تو یک کشوری که چند تا حزب وجود داره، معمولا اون کشور در اونجا دموکراسی و حقوق بشر و منافع مردم بهتر تنظیم میشه، ولی در یک کشوری که فقط یه حزب وجود داره یا دو تا حزب که مثلا همه چیز رو مونوپول کرده در انحصار خودش داره، اونجا وضع خیلی افتضاح است. مثلا آمریکا الان دیگه تقریبا فلج شده. اونم مثلا پرداختن به همین مسئله، این که چطور در خود از جمله در کتابم که مثلا در امریکا قریب نزدیک 20 سال من در اینجا رفت آمد دارم و یه زندگی میکنم، قبلا بیشتر اروپا بودم، اینجا مثلا من سرکار داشتم با نمایندگان مجلس سنا و کنگره و اینا که یارو 40 سال 50 ساله یه صندلی نشسته با پول لابیا و بیلیونرا میاد اونجا رو به قول معروف در انحصار خودش گرفته و هنوزم حتی با افکار مثلا 50 سال پیش داره کار میکنه. اصلا اجازه نمیدن که این نسل جوان یا روشنفکر پا به میدون بذارن بیان در مورد آینده کشور خودشون و یا در جهان طرح نو بیارن. الان این فاجعه‌ای که در دنیا الان روی داده به این معنی که جنگ با خونریزی در سراسر آفریقا و در خاورمیانه و بعد موج آواره‌ها و پناهنده ها اخیراً تو اروپا، اینا همه رو من همه ما شاهد هستیم. اینا دلایلش خیلی روشنه. اصلا مثلا حالا ببخشید که صحبت در صحبت پیش میاد، مثلا هیچ از خودمون سوال کنیم یا از امریکایی یا از یک آزاداندیشی در دنیا سوال کنیم،
اصلا به امریکا چه ربطی داره که تو سوریه نیرو پیاده بکنه یا حمله بکنه، بمباران بکنه بچون. اگه اونجا دیکتاتوره، یه کسی دیکتاتوره، اون وظیفه مردم خود اون کشوره که دیکتاتوری رو برکنار بکنن. دیگه اینی که اینو اون کشور بمباران بکنن، سراسر مملکت رو داغون کردن، مثلا مردم تعداد میلیون ها مردم رو کشتن، آواره کردن و اینها، میخوان به چی برسن؟ تمام آثار تاریخی اونجا، من خودم این کشورهای خاورمیانه گشتم، مثلا سوریه رو دیدم، یک کشور کوچولو جمع جور، خیلی تمیز و خیلی هم زیبا بوده، زیبا بوده، ولی الان اصلا یه ویرانه یه و بعدش هم مردمشون رو کشتن، آواره کردن، بعد 7-8 تا گروه تروریست اسلامیست افراطی رو هم انداختن جلو به میدون و بعد آخه معلوم نیست به چی میخوان برسن. این دموکراسی، این بوقبازیه. من دقیقا تو کتابم که الان آلمانیش تموم شده، بزودی به انگلیسی در میاد، تمام با سند و مدرک که در مورد تمام این کشورهایی که اینا سعی کردن، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم رفته شکل گرفته این قضیه، که چجوری نقش یک نوع مافیا رو بازی میکنن. یعنی اصلا حتی دیگه دولت نیست، مثل گروه های جنایتکار مافیا. یک چیز من حتی تو کتابم نوشتم، شما برای اینکه این موضوع رو بفهمین تنها به کتاب من نخونین، قبلش این فیلم گادفادر که مارلون براندو باز کرده اونم نگاه کنین که چجوری یکی اونجا نشسته مثل سوپر پاور، دستور میده برو اونجا اونو بزن بکش، اونجا رو برو غارت کن، اون از اون روب و ترس هم ایجاد میکنه تا بتونه این الان شده سیستم جهانی. آقای ماسالی، شما در رابطه با کشورهایی گفتید که یا تک حزبی هن یا یکی دوتا حزب دارن. همین آمریکا الان به یه بنبستی رسیده که طرف که دکتره، پروفسور جراح مغز هست، دیگه گفته enough is enough و اونم پاشو گذاشته توی به اصطلاح برنامه سیاست، هم آقای بن کارسون، و اونا هم به اصطلاح میگن که این سیستم ما کار نکرده و کپیتالیسم حقیقتا داره به بنبست میرسه. بعد از اون ور میبینیم که آلمان یه چهره خوبی پیدا کرده، مخصوصا الان در رابطه با پناهنده ها. شما این دوتا کشور رو، ضمناً میخوام سوال کنم چرا کتابتون رو فقط به آلمانی و انگلیسی نوشتید؟ مخاطبینتون میخواین اونها باشن یا دلیل دیگه ای داره؟ نه، من در درجه اول برای اونا، چون اینا این قدرت هایی هستن که عامل این سیاستن، من میخوام به قول معروف یک جیغی بزنم و این صدا رو پخش بکنم به در میان مطبوعات و در میان نمایندگان مجلس احزاب، که بگم به وجود این مردم دنیا رو خرد تصور نکنین، مردم از اینی که شما با این سیاستتون در حقیقت یک نوع تنفر جهانی ایجاد کردن. من مثال حتی زدم، به طور مثال حالا تاریخ گذشته ایران رو نه، ولی حداقل از سال 1941 من ارزیابی کردم که غریب 3 نسل 4 نسل ایرانی زندگیش برباد رفته، یا از یه دیکتاتور حمایت کردن یا یک جانی بی سوادی مثل خمینی رو آوردن، از نجف بردن به پاریس و ازش رهبر درست کردن و بعد هی میشینن باز با این فراکشن بازی کن، با اون فراکشن بازی بکن، و اصلا دنبال حرف از دموکراسی میزنن، ولی عملا خودشون در مجموعه ایران گرفته و یا کشورهای خاورمیانه گرفته، هرچی تروریست، گروه تروریستی اینا پرورش دادن، هرچی حمایت از جنگ‌های داخلی اینا به راه انداختن، یعنی اقوامو میندازن به جون هم دیگه، مذاهب میندازن به جون هم دیگه. آخه تا کی میخواد این بازی مافیایی و جنایتکارانه با یه تصویر ریاکارانه ادامه پیدا کنه؟ من عقیده دارم، خیلی باز و شفافم اونجا دارم، تو اون کتابم میارم، میگم هیتلر یک آدم فاشیست بود، یک نازی بود، ولی یه صداقت داشت. این فاشیزمش رو، این راسیستیش رو خیلی باز و شفاف بیان کرده بود که
من اینم میخواین بپذیرین یا نه. اینا حرف از دموکراسی میزنن ولی فاشیستی و راسیستی اینا خطرناکترن. آره خطرناکترن، برای اینکه شما تو هم حتی تو دوستی های شخصی نگاه میکنی، من مثلا بیشتر آلمانی ها رو دوست دارم به خاطر اینکه آلمانی ها یک خصلت فرهنگی خاصی دارن تو اونجا چون زندگی کردم، یا با آدم دوستن یا با آدم نیستن مخالفن، آدم تکلیفش روشنه. ولی تو بری تو فرانسه تو ایتالیا یارو میاد بغلت میکنه ماچت میکنه ولی معلوم نیست که دوستته یا دشمنته. توجه کن اینم فرهنگه دیگه، حتی تو میان کشورهای اروپایی دارم این فرسومان. حتی یه مقاله رفتم روانکاوی اجتماعی جداگانه خوندم، کتابای مختلف انگلیسی، آلمانی، فارسی جمع کردم. اتفاقا یه مقاله مفصلی هم نوشتم تو گذاشتم تو وبسایت و تو اینترنت و اینا، راجع به اینی که نکات پیرامون شکلگیری فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی در جامعه چگونه خصلت‌های ترقی‌خواهانه یا واپسگرایانه ژنتیکی یعنی موروثی میشن و از نسلی به نسل دیگر در جامعه انتقال پیدا میکنن، که این مثلا به خصوص در مورد جامعه ما بهش توجه کردن که چطور میشه که در اثر این حکومت‌های پلیدی که تحمیل کردن به ما به طور مثال این جمهوری اسلامی، فرهنگ جامعه سقوط کرده و در جامعه ما اصلا الان ما با مشکل تنها سیاسی و حکومتی تنها روبرو نیستیم، اصلا توی یه جامعه ما تبدیل شده به یه ویرانه فرهنگی. ریاکاری و دزدی و حقوق‌بازی هنره، هر کی به فکر خیشه. خب شما این کتابتون رو گفتید قسمت آلمانیش رو تموم کردید. بله. مهم نیست اونا رو بکن. بله. بله قسمت بله. آلمانیش رو تموم بله. کردید. حالا قسمت آلمانیش تموم شده به زودی، الان دارم در حال گفتگو هم که در یک چاپونه در خود آلمان به چاپ برسه. بعد همون کتاب تقریبا موضوعاش مثل همین، به اضافه یه سری اسناد جداگونه هم به انگلیسی جمع‌آوری کردم که بعد کتاب انگلیسی به زبان انگلیسی در میاد. البته من ضمن این کار متوجه شدم که بد نیست خلاصه ای از همین مسائل رو به زبان فارسی هم انتشار بدم، گرچه خیلی از این مسائل رو در اینجا اونجا تو مقالات گفتیم، ولی این مجموعه یه اسنادی هست که برای هر کسی که کار پژوهشی میکنه یا کار سیاسی میکنه یا کار اجتماعی میکنه دردها رو میخواد بدونه به دردش میخوره، و به خصوص در میان ما ایرانی ها در میان نیروهای سیاسی که در اونجا تا ذکر کردم که الان ما با این فضاحتی که روبرو هستیم در از نظر سیاست جهانی، بعضی ها رو میبینیم که هنوز دنبال این هستن که با کمک آمریکا و اسرائیل و فرانسه و انگلیس مثلا راه حل سیاسی برای ایران جستجو کنن به طور مثال. خب معلومه مثلا که شما به جایی که به طبیب رجوع بکنیم به یه نفر به اسرائیل رجوع بکنیم. این ماجرای آمریکا رو الان با این انتخابات با این اوضاع واقعا تقریبا مسخره که مثلا آقای دونالد ترامپ اصلا میاد الان دیگه شده شومن سلده نایت لایف برنامه میذاره اینها، شما فکر میکنید که این ماجرای انتخابات آمریکا و با پول میخرن این چیزها رو، میدونید دیگه الان اون برادران که پول میدن 899 میلیون دلار گفتن ما پول میدیم که به اصطلاح آقای جب بوش یا دیگرانی که اینها میخوان. جالب اینجاست که میان چند نفر رو هم حمایت میکنن، که یعنی هر کدام از اینها برن داخل وایت هاوس اینها باید منافع برای اونا رو چیز کنن. اینو چجوری میشه دید؟ بعد میخوام برگردم به این ماجرای فرهنگ که شما گفتید خب فرهنگ به زوال رفته و بد شده، وظیفه کیه که فرهنگ رو درست کنه؟ وظیفه دولت، اونم دولتای بد، یا وظیفه یه گروه یه به اصطلاح یه قسمت فرهنگی جامعه به قول معروف اون فرهیختگان نخبگان هست که بیان و فداکاری کنن این رو آموزش بدن؟ این بله در مورد این سوال آخر شما، من عقیده دارم اشتباهات گذشته رو از جمله سر این مسئله هم نباید تکرار کنیم. ما اگه میخواییم فرهنگ جامعه رو تغییر بدیم، یعنی فرهنگ رو غنا ببخشیم، سازمان‌های سیاسی
یا مبارزان سیاسی باید راه حل رو به طرز درستی جستجو بکنن. اولا این فرهنگ گفتگو و فرهنگ دموکراسی رو در درون خودشون اول پیاده بکنن. دوم از کارشناسای مختلف استفاده بکنن، میگن که این برای اینکه اینجوری نمیشه که هر کسی راجب هر چیزی نسخه بده بیرون. منم خیلی دردها رو بفهمم، درمانش رو به وسیله کارشناسان، یعنی یک کارشناسان باید طرحهایی ارائه بدن که تو جامعه حکومت آینده که خصلت دموکراتیک داره اینو در برنامه ریزی آموزش و پرورش، حتی در فرهنگ تبلیغاتی جامعه اینها مد نظر داشته باشه. از اینکه یه بچه حتی دامن پدر مادرش در خانواده چگونه تأثیر پذیره بر روی این مسائل، تا به مدرسه میره، تا به دانشگاه میره، تا در جامعه باش روبروه، اینا همه مسائلیه که در مجموعهش باید مورد نظر درگیه و طرحهای ارائه بشه که حکومت آینده به اجرا بیاد و وسیله کارشناسان ارائه بشه و بعد سازمان‌های سیاسی هم دیدگاه‌ها نظرات خودشون رو در اون جمع کارشناسان ارائه بدن. این هر کسی خودشو عقل کل چیز نکنه. بعضی یارو من دیدم مثلا تو کار سیاسی یارو به جای اینکه این فضاحت فرهنگی رو راه حل براش پیدا بکنه حکم اعدام صادر میکنه فقط. توجه کرد این اعدام کرده. خب تو بزن همه این مردمی که به این فرهنگ ریاکاری و تقلب دچار شدن اعدام بکنی، تو جامعه رو معالجه نکردی که فقط خودت هم مرتکب یه جنایت شدی. خونه درست کردی. بله. بنابراین این مسائل واقعا خیلی پیچیده و بغرنجه، ولی ضمن اینی که خیلی از این مسائل پیچیده و بغرنجه از نظر اقتصادی فرهنگی غیره، ولی اگه به طرز علمی باش برخورد بکنیم، با تدابیر مختلف اجتماعی سیاسی فرهنگی باش برخورد بکنیم، میتونه راه حل ساده‌ای پیدا بشه. به نظر میاد که تکی کلام شما اینه که تخصص یا کار رو بدیم دست کاردان. کاردان بله، خیلی متخصص. من مثلا یه به عنوان جوک، به عنوان شوخی حتی نقل قول آورده بودم برای یکی، من شنیده بودم یه مستشرق خارجی اومد رفته بوده ایران، گفته از ایران چه خاطره ای دارین؟ گفته ایرونیا چند، حالا این به عنوان شوخی میگم ولی چیز هست، ولی حقیقت داخل هست، حقیقتی هم توش هست. میگه ایرانی ها راجب هر چیز اظهار نظر میکنن، راجب همه مسائل سیاست مدارن، تو میخوان قهوه‌خونه نشستن مدارن غلیون میکشن یا نمیم فرار اینا، تمام مسائل جهان و ایران را حل میکنن. اونجا یکی سیاست، یکی دیگه هم گفت همه ایرانی ها پزشکن. یعنی چی؟ میگه هر کسی نگاه میکنه، یکی میگه من سردرد دارم، دل درد دارم یا فلان، بدون استثناء از زن و مرد و پیر و جوان یهو میبینی یه چیزی تجویز میکنه، میگه آقا گلگاو زبون بخور، برو نمیدونم فلان آشامیدنی رو سر بکش فلان اینا، یا چند تا معلق بزن یا فلان. خلاصه همه پزشکم میشن. بنابراین ما یه مقدار این خصائل رو باید دور بریزیم و کوشش بکنیم در حد اون چیزی رو که دانشش رو داریم و یاد بگیریم بگیم نمیدونم. بله، تخصص من نیست. بله، یکی از من یه پرس مثلا نمیدونم من ساختمونی که میخوام بسازم این ستونش چجوری باشه، بگم والا من علوم سیاسی خوندم. در رابطه با آمریکا انتخابات، اینی که از 2-3 سال قبل از انتخابات اینا این همه پول میریزن، بعد میرسیم به اینجایی که الان هستیم، این ور آقای دونالد ترامپ رو داریم، اون ور آقای بن کارسون رو داریم که خود آقای بن کارسون به اصطلاح جزء هیئت مدیره چندین کورپوریشن بزرگ هست از جمله کاسکو. و فکر میکنید که چی میشه؟ اونایی که دنبال دموکراسی هستن و اینها توی آمریکا صدایی دارن یا نه؟ من فکر میکنم که من یه مقدار این کتابم که دارم مینویسم به آلمانی و انگلیسی، یکی از هدفام اینه که این بحث رو دامن بزنم به سمت خودم. منتها به نظرم
خیلی کار مشکلیه. این کار یک فرد و دو فرد و یک گروه کوچیک و اینا نیست. اینو باید یک جرقه باید زد که هم تو جامعه آمریکا هم برخی محافل کوچک، حالا از تکنولوژی هم باید استفاده کرد، مثلا از رادیو، تلویزیون، اینترنت اینا، و یه جور نتورک درست کرد، یه شبکه های ارتباطی به وجود آورد که این مسائل رو آدم تر بکنه و یه عده از مردم رو، چه اروپایی ها، چه آمریکایی ها، چه جای دیگر رو، آدم به این حقایق متوجه بکنه. توجه کنید، چون من دیدم مثلا تو خود آمریکا عده زیادی از مردم آمریکا رو واقعا آدمای دوست داشتنی هستن، خود مردم آدمای مهربونی هستن، ولی هم شبانه روز داره میدوه که زندگی روزمرهش بگذاره، اصلا خیال میکنه آمریکا مثلا حمله کرده در فلان کشور، حتما حقش بوده. توجه کنید، بعد برای اینکه یه نوع تبلیغات زهرآگین هم تو این رادیو تلویزیون ها میکنن، میگن او تروریست ها نمیخواستن نمیدونم گویا با آمریکا هم حمله کنن فلان، نه ما رفتیم پیشاپیش که جلوی این کارو بگیریم دیگه، ولی نمیاد یه کانالی که بیاد که با قدرت بیاد پخش بشه. بابا جون تو که این حرفو میزنی، تو خودت این گروه تروریستی رو به وجود آوردی مثلا. یا من الان یه مرتبه دیدم، ولی باید اونا میخوام برم حفظش بکنم، ضبطش کنم. مثلا این آقای البغدادی که رئیس فرمانده گروه داعش فلانه هست، این در آمریکا زندانی بوده. بعد من در تصادفی یک کسی به من اینو در اینترنت معرفی کرد که دیدم این آقا از زندان اومده بیرون با مکن، سناتور آمریکایی محافظه‌کار اینجا، ملاقات داشته و گویا تو این ملاقات بهش مأموریت دادن که برو ما با ترکیه و عربستان سعودی و اسرائیل و همه اینا حرف میزنیم که تو رو مسلح بکنن و بزنی جنگ شیعه و سنی رو راه بندازی. و ایشون هم با آخه کدوم گروه چریکی در دنیا بوده که با توپ و تانک حمله میکنه؟ توجه کنید، معلوم شده بود که عربستان سعودی و خود ترکیه و اینا همه تو این قضیه این گروه رو مجهز کرده بودن. و چنین فضاحتی باید در دنیا صدا فریادی بلند بشه که باوجود به این سیاست مافیایی خاتمه بده. ولی نمیشه، چون مدیا دست آقای بله به این آسونی نمیشه، ولی باید تلاش کرد. من مثلا یادم میاد من جوان بودم، خیلی دوران دانشجویی، جنگ ویتنام بود، مثلا در سراسر دنیا از جمله تو خود آمریکا تظاهرات وسیع راه افتاده بود برای علیه جنگ ویتنام. توجه کردید؟ با وجودی که وسایل ارتباطی هم به این صورت نبود، میشه باید انو افت کرده، عین مثل جریان اپوزیسیون ایران مبارزات آزادی خواهانه و صلح طلبانه در دنیا هم افت کرده، شکست و ناکامی مواجه شدن، یه ده سرخورده شدن، یه ده وا دادن، یه ده فرصت طلب شدن. من مثلا تو اروپا دیدم بعضی سیاستمدارای قدیم دورانی که همسن سال من بودن، میدیدم تو وسط خیابون فریاد آزادی خواهی میدن، بعد رفتن الان دیگه حسابی پولدار شدن، دیگه خاموش شدن، حتی سیاست آمریکا رو هم تایید میکنن. آقای محسنی، اسم کتابتون رو انتخاب کردید به آلمانی یا انگلیسی یا نه؟ به فارسی اسمش هست بحران جهانی و عوامل آن. بعد به آلمانی هست دی ولت کریزه اوند ایره اورزاخن. حالا انگلیسیشو من باید یک کمی با دقت انتخاب کنم که تقریبا در همین ارتباط همین معنی رو بده. و یه جوری هم دارم الان یه مقدمه مثلا به آلمانی که آماده کردم به عنوان معرفی کتاب مثلا مطرح کردم که این کار کرد آمریکا، این کار کرد انگلیس، این کار کرده مثلا سالها در خاورمیانه کشورهای عربی همه دست نشانده انگلیس انگلستان بودن، بعد هی کودتا شد، بعد نمیدونم دیدن که کنترل در از دستشون در میره، جنگ مذاهب را انداختن، بعد گروه تروریستی ایجاد کردن افغانستان و فلان. حالا من مثلا از جمله اسناتی که گیر آوردم راجع به افغانستان، بیچاره من دلم براشون واقعا میسوزه. من خودم افغانستان بودم قبل از یعنی قبل از اینی که این حمید کرزای و از این جانوران بیان
به قدرت برسن، مردم یه کشور فقیر و عقب مونده بود، ولی مردمش با گوناگونی اندیشه، مذهب، قومیت با هم با صلح و صفا داشتن زندگی میکردن. بعد رفتن با کمک خانواده بوش و عربستان سعودی و بن لادن و اینا رفتن این القاعده و همه اینا رو راه انداختن، همه اینا رو انداختن به جون هم دیگه. مردم هم الان گر رو گر تهاجمه، حتی عکسش رو تو روزنامه نیویورک تایمز و اینا دیدم، عکسی که قریب 5000 نفر تقاضای پاسپورت کرده بودن که از مملکت فرار کنن، با پاسپورت خارج بشن. بعد تو این اخیراً هم یه عده از اینا قاچاق اومده بودن وارد اروپا شدن. اولین رفتار بدم نسبت به افغانی ها شد، همه رو مثلا آلمان که خیلی رو پذیرفته بود، افغانی ها رو همه رو برگردوندن. یعنی زورشون فقط به این آدم ها میرسه. و در آلمان حالا با این که بعضی از سیاستمداراش واقعا رفتار درستی داشتن و نسبت به سایر کشورها خیلی پناهنده زیاد پذیرفتن، ولی یه واقعیت هم هست که در اونجا چندین زد و خورد خونین روی خونه های پناهنده ها رو آتش زدن فلان اینا، یه جو یعنی حتی احزاب مترقی به اصطلاح تو این کشورها غفلت کردن، نیومدن برای مردم توضیح بدن مردم این علت این آوارگی و پراکندگی و اینا، این جنگ و خونریزیه که به وسیله این دولت ها صورت میگیره. وگرنه یه سوریه‌ای برای چی باید کشورش رو ترک بکنه بیاد با اون وضعی که بچه‌شون تو دریا یا مثلا از آفریقا فرار میکنن، نصفشون تو دریا مدیترانه غرق میشن میمیرن. توجه کنید مثلا کاری که در لیبی صورت دادن، حالا تو سوریه دارن صورت میدن، بعد تو عراق مثلا بیش از چند از سال 2003 تا کنون چیز مرتب هی بمبگذاری، هی این کرد و عرب و سنی و شیعه و به جون هم درگیری ها و فلان اینا. خب این ماجرای پناهنده ها رو توی آلمان که تازه شرایط خوبی دارن و اینها، ولی بعضی ها میگن نگران کننده است، چون که اینها به اصطلاح میگن که خیلی از این ماجراها رو درست کردن که اینها بیان که به اصطلاح لیبر ارزون یا در چی میگن کارگرای ارزون گیره آلمان و اروپا بیاد. شما نظرتون در البته اینم یه واقعیتی هست، یعنی بعضی کشورها ظرفیت اینو دارن که از نیروی آواره و پناهنده و اینا هم به عنوان نیروی کار استفاده بکنن. اینم یه واقعیتیه، اگه هم استفاده میکنن بالاخره اون پناهنده هم دنبال کار میگرده بالاخره. مونتا حالا خوبه که به جای مثلا دیگه یه مهندس برای آشغال که جمع کردن نبرن، به طور مثال یه کار شایسته‌ای به و راسیستین برخورد نکنن بهشون بدن. و این واقعیت هم بوده تو آلمان. من یاد دارم موقعی که سال 1958 من وارد آلمان شدم، خیلی تاریخ طولانیه، مثلا چندین هزار نفر، حتی مثلا که 500,000 کارگر از ترکیه رو آوردن اونجا که اصلا تمام تقریبا صنایع آلمان و بخش‌های مختلف تولیدی با کارگرایی که حتی زبونم درست بلد نبودن اونجا شروع به کار کردن، از اینا استفاده کردن. و بعد همین کارگرا بعدها که اونجا سالها زندگی کردن، بچه هاشون فارغ التحصیل شدن، بعضی ها الان در رأس احزاب و گروه ها قرار دارن. مثلا حزب سبزای آلمان مسئول رهبرش یکی از مال ترکای ترکیه همون زمانه، بچه های همون زمانه. چند ماه پیش من آلمان بودم، دو ماه قبل اکتبر، اونجا دیدم که حزب سبز الان روی کاره، حتی اون به اصطلاح آدمه یکی هم که چیز هست توی ویسبادن و این مرور بود. بله خیلی جا نفوذ دارن. بله البته اونجا حکومت دست یه حزب نیست، چیز میشن دیگه با هم ائتلاف میکنن. بله حالا شما فکر میکنید که مثلا اگر ما بخوایم دنبال یه حکومتی بریم، حکومت های نوع آمریکایی بهتره یا نوعی که توی اروپا ایران میبین؟ در مورد ایران، نه تنها در مورد ایران، در مورد هر کشوری در دنیا، اصلا این جزء
علم سیاسی، فلسفه سیاسی و اجتماعی. جامعه‌ای که کثرت‌گرا باشه، پلورالیستی باشه، درش انواع و اقسام عقاید نقش فعال داشته باشن، حضور فعال داشته باشن و سازمان یافتگی حزبی هم داشته باشن یا سندیکایی داشته باشن یا غیره، فرهنگی داشته باشن، اون جامعه همیشه روند تحول و تکامل و دموکراسی رو طی میکنه. ولی جوامعی که هرچی اینو محدود بکنه، یعنی برسونه به دو تا حزب، برسونه بعضی جامعه رسونه به یه حزب، مثلا الان ترکیه میبینی یه کارایی میکنه که همیشه فقط همون یارو اردوغان میدونم چی چی اون قدرت رو در دست داشته باشه و بعدش هم به بهانه ای هم میزنه، مثلا الان کردا و مخالفین رو چون میکشه میگه اینا مال گروه تروریستی داعش هم، در حالی که خودش داعش بهش کمک کرده. اینا رو از نظر افکار عمومی تبلیغات هم اینجوری دروغ پخش میکنن، یعنی جنایت خودشون رو سرپوش میذارن بله مثلا اصلا بمبگذاری میکنه. من اینو خبر دارم که در خود من اینو تصادفی کشف کردم، البته که ضمن فعالیت هایی که در گذشته می داشتم میرفتم خاورمیانه میومدم، کشف کردم که هنوز دیدم وجود داره، یک گروهی هست با هدایت سازمان امنیت ترکیه فعالیت میکنه به نام گرگهای خاکستری. اسم گروه هست به فارسی ترجمه گرگهای خاکستری، که اینا فاشیستای پان ترکیزم هستن، به اصطلاح دنبال ایجاد امپراتوری عثمانی هست اینجوری. و بعد این گروه ها محرمانه تماس دارن با بعضی از عناصر خودفروش افراطی در ایران، در آذربایجان، در ترکمنسرا غیره، که به اصطلاح یه پان ترکیزم به وجود بیارن. همینا وقتی که اینجور مسائل پیش میاد میزنن آدم ها رو میکشن، بعد دولت اعلام میکنه میگه که ما خبر نداریم یه گروه تروریستی بوده. خودشون حتی با یعنی گروه های دست نشانده خودشون هستن که دست به چنین کارهایی با حمایت دولت این جنایت رو میکنن، ولی گروه به اصطلاح هدایت میشه از طرف سازمان امنیتشون، ولی مستقلن ظاهرا. آقای مصطفی، شما گفتید که سال 1958 رفتید آلمان. اگر این سوال تو آمریکا زیاد میپرسن، اگر شما دوباره متولد بشید، دوباره تو اون سن جوانی برید آلمان، آیا کارهایی که کردید اونها را باز هم انجام میدید یا این بار به اصطلاح یک کارهای دیگه انجام میدید متفاوت؟ عرض کنم که من تنها تو آلمان نم. من اصولا در کار سیاسیم از دبستان شروع کردم، تحت تاثیر مصدق، یعنی تا 14-15 ساله بودم که وارد کارهای سیاسی شدم. اول محرمانه، بعد علنی، غیره در خارج از کشور، بعد دیگه خیلی به صورت وسیع در چارچوب جنبش دانشجویی، کنفدراسیون، جبهه ملی، جنبش چپ، غیره و غیره، چریکی، همه اینا دخالت داشت. وقتی که امروز بررسی میکنم و این کار رو کردم، در هم در نوشته هام، در کتاب هام، در غیره و در یا رفتارم کوشش کردم که جوری باش برخورد بکنم، عقیده دارم ماها یکی از مشکل، تنها مشکل من نبوده، این مشکل بسیاری از جوانان داخل ایران و کشورهای نظیر ایرانه. ماها که تربیت شده احزاب مدرن اجتماعی که با یک برنامه و تدبیر و رهبری درست و بیان کادر تربیت کنن، آموزش و پرورش بدن، بگن آقا شما که میخواین وارد سیاست بشین اینو باید بلد باشین، این سیاست، این چشمنداز، این هدف، این برنامه است، این شیوه سازماندهیه، اون شیوه مبارزه است، اینا رو معمولا یاد میدن توی جوامع پیشرفته و احزاب مدرن. ماها چیه؟ دیمی، همه چی دیمی، احساسی بیشتر. بله، احزاب هم احزاب قلابی تو ایران پر از حزب بوده، ولی هر کی مثلا من و شما و دیگه 10 تا دوست و فامیل داریم یه حزب تشکیل میدیم برای اینکه بریم رابطه برقرار کنیم با یه قدرتی بسازیم. یعنی خود اونها هم اون به اصطلاح نخوندن اون پایه و اساسش رو نداشتن بلدن. بله، عکس من خودم بعدها برخورد کردم، مثلا من در چارچوب جبهه ملی کار کردم، فعالیت کردم و در جنبش چپ فعالیت داشتم. شما نگاه بکنید بخش بزرگی از جریان جنبش چپ
که ادعا میکنه چپ سوسیالیسته، اصلا سواد که اینی که سوسیالیسم چیه نداشته، و یا فقط مثلا فریفته لنینه، زنده باد لنین، زنده باد ماو. آقا زنده باد چیه؟ خب بگو ببینم چیه. مثلا مارکس چی گفته، انگل چی گفته، لنین چه مزخرفاتی کرده، استالین چرا پیدا شده توی همچین جریانی مثلا میگم، یا یه گروهی که چپه چطور دنبال روی خمینی میشه مثلا، یا همچین مسائلی. اینا همه مسائل پیچیده و بغرنجیه. در یا در چارچوب جبهه ملی مثلا من برخوند، من تو کتابم هم بهش اشاره کردم، جوری دیگه ضعف وجود داشته. یعنی به این معنی که من بعدها با برخی از اینا از نزدیکم هم مکاتبه داشتم هم ملاقات داشتم، اول که به عنوان هوادارشون بودم، بعد دیدم بسیاری از اون آدم ها تا آدم های صادق، صمیمی، وطن پرست، ایران دوست، ولی از اینی که یک جنبش دموکراتیک و وسیع در ایران چه خصلت‌هایی باید داشته باشه، چه تدابیری باید داشته باشه، آینده نگری چگونه داشته باشه، از دموکراسی رو چگونه باید حفظ کرد، فقط زنده باد مصدق که من پیرو مصدقم، زنده باد مصدق که این که حل نشد راهنش واسه همینم من نوشتم مثلا کودتای 28 و 25 مرداد و 28 مرداد که روی داد، من و بسیاری از مردم، من اون موقع نزدیک جاده قدیم شمرون که شده امروز شریعتی اونجا زندگی میکردم، بعد یه تانک که سرلشکر زاهدی توش نشسته بود و دو تا کامیون هم هورا میکشتن لوتا داشتن میرفتن رادیو تهران رو تصرف کنن، چون اون موقع هر کسی رادیو تهران رو تصرف میکرد مردم رو داشت، مردم داشت و حکومت رو در دست میگرفت، رفت داشت میرفته چیز میگرفت. همین ببین یه تانک یه دوتا کامیون داره حرکت میکنه، مردم هم صف کشیدن تو خیابون حاجه باش تماشا میکنن، اینا دارن شعار میدن که حکومت مصدق رو داریم سرنگون میکنیم، زنده باد شاه مثلا. حالا شاه بد یا خوب اون بحثش میکنه. بعد همه ما، من یادم، من اون موقع جوون بودم، بعدن البته سوالش جوابشو پیدا کردم، مطرح میکردن آقا اینایی که کفن میپوشیدن یا مرد یا مصدق کجان؟ این احزابی که خودشون رو دو آتشه طرفدار مصدق قلمداد میکردن کجان که نمیتونن جلوی یه تانک بگیرن؟ توجه کردی؟ بعدن دیدیم نه بابا همه اینا سازمان ها و احزاب شلوول همش چیز هم این شعاری هم توجه کردی؟ اتفاقی اصطلاحی هست میگن آبکی. آقای ماسالی الان صحبت از جبهه ملی کردید، ما میدونیم که جبهه ملی تو ایران به اصطلاح فعال هست، حتی آقای کوروش زعیم گهگاهی نوشته هایی میدن و اینها. شما جبهه ملی رو امروز چگونه میبینید؟ میدونیم که در خارج هم هست، آقای بیژن مهرم به اصطلاح ادعا میکنه که نماینده هستن یا سخنگو هستن، کلش رو چگونه میبینید؟ آره من مدت هاست که به علت تجاربی که خودم کسب کردم و مطالعاتی که به عمل بودم و تحلیلی که از شرایط گروه ها، شناختی که از اونا دارم و جامعه دارم، از هم از جنبش چپ کنارگیری کردم. برای خودم با یه محافل دوستایی با همدیگه کار میکنیم، ولی از این سازمان های سنتی کنار کشیدم، از جمله از جبهه ملی کنار کشیدم، به خاطر اینه که یکی از خصائل بسیار منفی که هم در جنبش چپ وجود داره هم در جبهه ملی دعوا بر سر لعاف ملاست. مثلا بیش از چندین گروه در اروپا، آمریکا و یا داخل کشور محافل وجود داره که هر کسی میگه من جبهه ملی هم اونا قبول ندارم، اون یکی میگه من جبهه ملی، بعد ازش میپرسی آقا تفاوت شما با اون چیه؟ میگه من مصدقی ترم. میگه بابا این که اگه من جبهه ملی هم یا طرفدار مصدقم، مصدق یا مردی بوده
در اصل یه ابتکارهایی داشته، نه انقلابی بوده نه فلان، از تضاد بین المللی و یه سری اشتباهات داشته، استفاده کرده یه سری کارها کرده و بعدش هم با شکست و ناکامی مواجه شده به خاطر اینکه یه جنبشی راه انداخته، این نیرویی که دور و برش جمع بودن بلد نبودن که اون جنبش رو یا اون دموکراسی رو یا اون منافع رو حراست بکنن. خب حالا رفته، بعد کسی که میخواد حالا راه مصدق رو ادامه بده باید اون ضعف‌ها رو حتی تکامل برطرف کنه، راه و روش رو تکمیل کنه که بگه من مصدق، من در از مصدق در تاثیر اون بودم، ولی امروز یه کارهایی هم میخوام بکنم که دیگه اون ضعف‌ها تکرار نشه. ولی نه اینکه دعوا بر سر این باشه کی مصدقی تره، با هم یک مثلا 5 تا محفل جی پی ملی وجود داشته باشه بر سر این با هم دعوا داشته باشن، انشعاب بکنن. این همینجا انشعاب شد دیگه توی واشنگتن. بله شده، تو آمریکا، تو اروپا، دیم فلان. من وارد این نزاع ها هم نمیشم اصلا. نمیگم کسی خوبه یا بده فلان اینا، کسی باید خودش تشخیص بده فلان اینا. بنابراین من عقیده دارم، اصلا عقیده شخص امروز من اینه، از خودم گرفته تا مجموعه جریانات سیاسی از تمام گرایش ها، یک خونه تکونی اساسی لازم داره، هم از نظر فکری هم از نظر راه و روش مبارزاتی و تشکیلاتی. که عقیده دارم خیلی خلاصم بگم، در کشوری نظیر ایران که احزاب مدرن اجتماعی وجود نداره و نیروها همش خورده 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 است، اول باید یک جبهه وسیع، منتها جبهه‌ای که با آگاهانه و با برنامه، با یک تحلیل امروز از جهان و ایران شروع بکنه، نه با تحلیل ما قبل مشروطیت. توجه کردی؟ با شناخت امروز جامعه یک جبهه شکل بگیره. این به عنوان جبهه، به عنوان یک کاتالیزاتور، و بعد تو شکم این جبهه هم گروه ها و محافل فکری مختلف، ولی آزاد باشن که آره، فکر دموکراسی خواهی، حقوق بشر، و بعد حتی نهادهای مستقلی هم بتونن فعالیت بکنن، هر کسی سعی نکنه رهبر این و اون بشه، برای خودش خود رهبر باشه، بلکه مثلا جنبش زنان شکل میگیره، مبارزه کارگری شکل میگیره، یا معلمی شکل میگیره. اینا که دعوا این که من رهبر تو هم، بذارم کار خودشو بکنه. به طور مثال یا الان مثلا خیلی از این سازمان رو نگاه میکنیم، بسیاری تو جامعه به علت ستمی که به زنان وارد میشه و اجهابی که هست، خیلی از زنها فعالن، توجه کردید، با وجود ترور و اختناقی که وجود داره، ولی اصلا تو این سازمان ها اکثرا میبینی اصلا اعتنا نمی کنن به چیزی، یعنی خود مرد سالاری این فرهنگ خیلی غالبه و تقریبا هر کدوم از ماها یه نیمچه آخوندیم الان بر سر این مسائل. قبل از برنامه داشتیم راجع به کتاب آقای بنی صدر صحبت میکردیم، من کتاب ایشون دارم میخونم، نامه‌ای که نوشتن، و اتفاقا ایشون هم نوشته بود که مثلا بچه آقای منتظری آمده بوده گفته که من بشم رئیس سپاه پاسداران، گفتن نه. آمده بوده گفته من بشم وزیر امور خارجه، گفتن نه. بعد آقای بنی صدر گویا یه نامه می‌نویسه برای خمینی، خیلی کتاب جالبیه، تمام نامه‌ها رو مستند اونجا به اصطلاح ذکر کرده که آقا این کسی که پدرش میگه این دیوانه است، بعد حالا خودش میاد به من یه جوری مثل با زور میگه که مثلا این پست و این مقام رو من بده و شما هم ساکت بشین. شما نظرتون راجع به آقای بنی صدر، میدونم که شما ایشون رو یکم یعنی قبول دارید که یه شخص فعالی هست و خیلی میدونه و اینها، ولی نظرتون چیه؟ چرا افرادی مثل بنی صدر توی جامعه ما نه اون موقع که در قدرت بود تونست قدرت رو نگه داره، نه الان میتونه به اصطلاح موفق بشه و افراد رو، مردم رو جمع کنه دوباره؟ من آقای بنی صدر رو خیلی وقت میشناسم، از اون موقعی که داخل ایران به نمایندگی دانشجویان دانشگاه تهران فعالیت میکرد و مکاتبه داشت، با کنفدراسیون میشناختم، بعد اومد خارج از کشور و در یک در جبهه ملی هم فعالیت میکرد،
و ایشون شناخته شده بود به عنوان یه آدم به اصطلاح اون زمان ملی مذهبی، یعنی هم اعتقادات مذهبی داشت هم گرایشات ملی و طرفدار مصدق و فلان. من برای آقای بنی‌صدر به سم خودم به عنوان آدم مطلق نگری نکنه براش احترام قائلم، برای اینکه اگرم در جاهای اشتباهاتی مرتکب شده، مثلا فرض کن در رژیم خمینی صاحب مقام نشد، ولی آدم مقاومی بود بر سر اینی که زیر بار هر چیزی نرفت، توجه کردی؟ و همین موجب شد که از مقام ریاست جمهوری به اصطلاح کنار زده بشه و مجبور بشه فرار بکنه، و بعد از اونم مرتب سعی کرده که مقاومت کنه، افشاگری کنه، روشنگری کنه. من از این لحاظ براش احترام بالاست. از اینی که حالا تنها آقای بنی‌صدر نیست، خیلی از چپ راست ملی غیره موفق نشدن، این برمیگرده یه مسائل اساسی هست، یکی راجع به ساختار جامعه ما و نیروهای اجتماعی که نه حزب درست حسابی دارن، نه سازمانی یافتگی درست حسابی دارن، بعد افراد سیاسی هم مثل بنی‌صدر، من، دیگری هم، ماها جایگاه ما مخشوشه بوده. به طور مثال مثلا آقای بنی‌صدر نماینده، معمولا تو جوامع پیشرفته اینجوریه، یه نفر که فعال سیاسی میگن آقا این نماینده مثلا نیروهای لیبراله، نیروهای متوسط بورژوازیه یا خرده بورژواییه یا کارگریه یا محافظه‌کاره، ولی تو ایران همه چی قرقاچیه، توجه کردی؟ مثلا حتی ما با این پدیده روبرو بودیم، یهو تو ایران ما یه مدتی که گرایشات چپ پیدا کردیم، یهو با گروه‌های مواجه شدیم در ایران که میگفتن سوسیالیست‌های اسلامی، یعنی اینه مثل آش شلالمکاری که همه چی وجود داره. بنابراین تو این، خب این درباره ملی مذهبی هم صدق میکنه، این همین جوریه دیگه. بله. یعنی آقا ملی رو مذهبی، ملی معمولا باید سکولار باشه، یعنی به معنی که یعنی جدایی دین از مذهب، نه اینکه دشمن مذهب دشمن نه، ولی جدایی جدا میکنه، میگه من دین رو در قوانین و مقررات اجتماعی دخالت نمیدم، من این مسئله خصوصی هر کسی، ولی اگه یکی بیاد حالا بشه هم دین و هم ملی و سکولار این دو طور قاطی بکنه، یعنی شما گفتید بالاخره یعنی خودش هم نمیدونه، آره یه آشی میشه که بالاخره معلوم نیست گاهی یکی میخوره یکی میریزه دور فلان اینا. و در نتیجه یکی از دلایل شکست و ناکامی سیاسیون جامعه ما هم به نظر من همین التقاطی بودن مناسبات که میخوان همه چی باشن. آره یعنی نمیشه. من نمیتونم من نمیتونم بگم یه مبارزی هستم که هم آیت الله خمینی رو راضی کنم هم مصدق رو راضی کنم، مثلا میگم اگه هر دو با هم در ازان، یا چون پیش اومد زمانی که مصدق بود کاشانی هم بود، توجه کردی؟ کاشانی بالاخره صفش رو جدا کرد، چون مصدق لااقل من از این لازم مثلا براش احترام بایدم، ضمن این که آدم ملایمی بود و مثلا حتی بهش میگفتن این آقا کافره دیگه، فوری اشهد ان لا اله الا الله میگفت که بگه بابا جون من مسلمونم، ولی زیر بار فدایان اسلام و کاشانی نمیخواست، یعنی دین و حکومت جدا نگه. آره یعنی این یه پرنسیپی داشت که به نظر من ارزشمند بود. حالا متاسفانه یعنی شما میخواین بگین آقای بنی‌صدر این کارو نکرد. به نظر من تو این مسئله چیزه، آدم نمیتونه هم ملی باشه هم مذهبی باشه، توجه کردی؟ میتونی مذهبی باشی برای خودت. آره نه اینا چون میخواسته، البته صادق آدم صادقی بود و هست، ولی چون اینا رو میخواست با هم داشته باشه، در نتیجه موجب و شکست درجه اول خودش شد، توجه کردی؟ برای اینکه یهو در تضاد پیدا کرد، و علتی هم که تضاد پیدا کرد علتش این بود چون برخلاف مثلا حسن حبیبی اون رفت تا پایان عمرش رفت نوکر و همون دستگاه شد، ولی بنی‌صدر معلوم بود که اون تفکر ملیش غالب بوده بیشتر، یعنی با خودش هم حتی در ستیز بوده. بله بله غالب بوده و در نتیجه اون باعث شده که بالاخره تصمیم بگیره یا بره
زیر عبای خمینی، یا اینکه نه مثلا همین زندگی که انتخاب کردن، یعنی فرار کرد گفت که من زیر بار عبای شما نمیرم. با ایشون رابطه ای هم دارید؟ من گاهی میرم پاریس، رفتم دیدنش، توجه کردی؟ ولی کار سیاسی مشترکی نداریم. نداریم، ولی دنبال میکنم فعالیتاش و افشاگریاش و روشنگریاش، به نظر من کار ارزشمندی میکنم. بسیار ممنونم. اگه شما نکته ای دارید برای دوستان میخوان بگید بگید. من از تو ممنونم و از تو قول میگیرم که این کتاب که چاپ شد ما هم خبر کنید یا با همون ایمیل در تماس باشید. چون من چندین بار از شما دعوت کردم، یا شما در سفر بودید یا من بودم، ولی خیلی خوشحالم که امروز خیلی ممنون در حال این کتاب در بیاد. این بار من سعی دارم که این کتاب چون یک برخورد به مسائل جهانی و کشورهای قدرتمنده، اینو حتی یه مقدار محدودی چاپ میکنم برای دوستان و آشناهان خارجی و ایرانی، ولی در به صورت PDF و به صورت اینترنتی هم قصد دارم وسیع پخش بکنم که به دست هر دیپلماتی و روزنامه‌نگار و تلویزیون و همه دولت ها و همه میخوام برسونم که یه جوری بگم، ولی بعدش هم شروع کنم یارگیری، یعنی هستن، وجود دارن در کشورهایی مثل آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه، اینا واقعا حتی تو اروپا من دیدم، بعضی از کشورهای اروپا مثل پرتغال، اسپانیا، یونان، اینا رو من دیدم نیست که وضع مالیشون خرابه، جیغشون رفته بود و مثلا یه تظاهرات گذاشته بودن در پارلمان اروپا در بروکسل که از تمام این کشورهای اروپایی با قطار و کشتی و اتوبوس و اینا اومده بودن. منم رفتم اونجا، تظاهرات وسیع و چندین نفر از رهبران این کشورها و از جمله مال رئیس مجلس یونان یه خانمی بود خیلی نطق آتشین به زبان انگلیسی کرد و اینا، و من رفتم اونجا. یعنی میشه به نظرم به مرور میشه از میان اینها یارگیری کرد و به طرز عاقلانه. بعد از کجا میدونید که اونی که میخواد بیاد و با شما هم یاری کنه، همکاری کنه، منظورش این نیست که مثل این دولت ها، چون من میدونم قبلا هم به شما آفر کرده بودم که مثل این دولت ها که شما بیا، ما مثلا مثل این چیز کی بود، کارزای، شما رو میندازیم جلو ولی ما هر کاری خواستیم. از کجا متوجه بشه آدم که اینا اون نیت رو ندارن؟ نه، ما در مورد اینی که به اینا رجوع بکنیم شما ما رو به قدرت برسونین، نه من در اون زمینه عقید ندارم که اونو ما باید خودمون عرضه داشته باشیم داخل جامعه خودمون، یه نیروی سازمانی یافته و به قدرت برسیم و بعد رابطه البته دوستانه و رفیقانه ای هم با همه آدم های آزاداندیش دنیا داشته باشیم، ولی بیشتر مقصودم اینه ایجاد یک جبهه در سطح دنیا که در مقابل این مافیا ایستادگی بکنه. یعنی اینجوری باشه که یارو میخواد، یارو مثلا آمریکا قصد حمله داره با آفریقای کشوری، اینا میخواد از حتی از کشورهای اروپایی هم میخواد یارگیری بکنه. به طور مثال حالا عربستان سعودی در خدمت شمومی که هیچ شناخته شده است، ولی مثلا من حتی در آلمان رفته بودم با بعضی از این، از اون شما آلمانی ها برای چی نیرو میفرستین برای افغانستان؟ به طور مثال شما احزاب مترقی آلمانی باید جلوی این قضیه رو بگیره بتونن. یا در یونان البته این کار کردن، الان حضور آمریکایی‌ها توی اروپا خیلی کمه. آره، حتی بعضی از بیزینس ها از بین رفته. آره، نه درسته، حتی جیغ و داد آلمانی ها رهبران کشور رو بلند شده بود که آخه این آلمانی ها کار واقعا مافیایی، مثلا حتی تلفن های رهبران این کشور رو کنترل میکردن، جیغشون رفته بود که آقا ما چجور دوست آمریکایی ها. آره، آمریکایی ها این کار رو کرده. آره، خانم مرکل و نمیم چیچی و حتی مال فرانسه دادشون رفته بود، بگم با اگه ما دوستیم دیگه، این چرا این دوستی همون که گفتی دوستی خاله خرسه است، دوستی خاله. بسیار ممنون از دوستان عزیز. اگه مایل هستید که با آقای حسن ماسالی تماس بگیرید، ایشون وبسایت دارن، روی یوتیوب هستن، روی آرشیو ما هستن و وبسایتشون هم هست iranomid.de که این DE علامت اینترنت های آلمان هست. بله، و یه وبسایت ساده ای هم دارن که ADHR هست،
www.human-rights.info برای حقوق بشر، برای حقوق بشر، برای اون هیومن رایت. و امیدوارم که ایشون بیشتر وقت داشته باشه، حالا حتی اگر براشون مشکلشون، ایشون در مریلند زندگی میکنه، آمدن و رفتن، بتونیم از طریق اسکایپ ایشون رو بیشتر داشته باشیم. من بیشتر به این دوستان میگم که اگر خمینی در اون زمان تونست با اون امکانات کم رسانه‌ای موفق بشه، شاید شماها باید به قول معروف نگاهی کنید به اینکه شاید به اندازه کافی استفاده میکنید از اینها یا نه. امیدوارم که این دوستان بیشتر با شماها باشن و شماها هم بیشتر آزادتر خودتون رو حس کنید، باهاشون صحبت کنید، تماس بگیرید، نظراتتون رو بهشون بگید تا به اصطلاح این گفتنی ها ادامه پیدا کنه یا گفتگوها ادامه پیدا کنه. از شما بسیار ممنونم، با امید دیدارتون. با هم باشیم، برنامه رو پی میگیریم. چند لحظه دیگه در خدمت شما خواهم بود. مرسی. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052.
خب بینندگان عزیز، سلام مجدد به شما. ساعت 3:05 است به وقت واشنگتن، 12:05 به وقت کالیفرنیا، و امروز دوشنبه 9 نوامبر و 18 آبان 1394 است. در قسمت اول برنامه با دکتر حسن ماسالی بودیم در رابطه با کتاب جدیدشون بحران جهانی و عوامل آن. به نظر من این خیلی جالبه که دوستان شروع کردن بالاخره عوامل یا اون چیزایی که باعث میشه بحرانی ایجاد بشه، اشکالی پیدا بشه، به اصطلاح تحقیق میکنن. چون قبل از برنامه با ایشون صحبت کردم و ازشون پرسیدم که ماجرا چیه، شما این همه افراد باسواد، دانشمند، فرهیخته، ولی نمیتونید یه سازمانی را بندازید، نمیتونید یه جایی باز کنید، عضویت داشته باشه، مردم بیان اسم نیسن، که کسی از شما پرسید شما بتونید با افتخار بگید که مثلا الان 5000 نفر، 10000 نفر، 100000 نفر، 1,000,000 نفر عضو هستن و اینها حاضرن که نمیگیم از جان خودشون بگذرن. و اگر قرار شد یک اعتصاباتی باشه، یک تظاهراتی باشه، اینها حداقل حاضرن بیان در اون شرکت کنن. عذر میخوام، اونهایی که زنگ زدید در حین برنامه با آقای ماسالی، من صدا رو بسته بودم و بهتره که همچین مواقع مسیج بذارید، مسیج ها رو یا پیام بذارید، پیام ها رو برای ایشون یا مهمانهای دیگه میفرستید. هفته آینده سعی میکنم که از آقای تیمسار آریانپور دعوت کنم که با ما باشن. الان بهتون میگم که چرا. دلیلش یک نامه ای هست که خانم مینو ثقفی برای من نوشتن. البته ایشون یکم از ما دلخور بودن و قهر کرده بودن، ولی خوشحالم که باز هم لطف کردن و با وجودی که از من دلخور بودن ولی نامه رو به اصطلاح ایمیل رو فرستادن. حالا بهتون میگم چرا. گویا مجله میراث ایران با آقای آریانپور در رابطه با کتابی که نوشته بودن، اتفاقا کتابشون ایشون رد کردن، به ما هم دادن، صحبت یا مصاحبه کردن. این کار رسمه دیگه، میان عکس میگیرن و مصاحبه انجام میدن، حالا یا حضوری یا با تلفن، و اون رو چاپ میکنن. و مصاحبه که انجام میدن، معمولا دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن شروع میکنن به مثلا اعتراض که ای آقا این اینجور، این اینجور، اون عموش اون بوده، داییش اون بوده و اینها. و اجازه بدین من از خود نامه بخونم که به اصطلاح اشکالی هم پیش نیاد و درست ما نقل قول کرده باشیم و بعدم نظر خودمون رو بگیم. دوستان فکر کنم دیگه الان میدونن که ما در تلویزیون مردم این بنا رو گذاشتیم و نگه داشتیم که هر کسی هر صحبتی میکنه ما گوش میدیم، در موردش فکر میکنیم، ولی نظر خودمون رو هم به اصطلاح عنوان میکنیم. و روز جمعه متاسفانه این ایمیل رو من یک کمی جابجا کردم. آمریکایی‌ها به جای اینکه بگن گمش کردم، میگن یه جایی گذاشتم نمیتونم پیداش کنم. خب یعنی گمش کردی. و امروز این ایمیل اینجا است. بازم ممنون از خانم ثقفی که وقتی گفتم اینجوری شده دوباره فرستادن، ولی من همون قبلی رو هم پیدا کردم. ایشون نوشتن که آقای سوربی، بنا نداشتم که ایمیلی تقدیم کنم، ولی جبر تاریخ این اجازه را نمیدهد. از تاریخ ممنونم که اجبار داره که شما این کار را انجام بدید. بارها عرض شد تاریخ لال نیست، تاریخ را هم یک نفر نمی نویسد، لذا سفسته و مغلطه با یا رشوه و یا من بمیرم تو بمیری هم تاریخ نمیشته نمیشود. تاریخ صاحب وجدانی نامرئی و صادق است و با چشم بسته هم تاریخ را می نویسد. جلوه تاریخ هم به صداقتش می باشد. پس الزام آور است که نام خود را بی جهت سیاه نکنیم و تا خود دقیقا تا آنجا که امکان دارد برای اثبات مسائل تاریخی به گفته این یا آن خود را خسته بی جهت نکنیم.
من واقعا اطمینان دارم هرچرا امروز تجربه میکنیم نتیجه دیدگاه خودمان و هر آنچه فردا نتیجه میگیریم نتیجه کارهای امروز ماست. سربلند باشید. جسارتا مایلم این سند را ناخدا دوم، ایشون نوشته ناخدا دوم اخراجی و پسر نایب حسین، بخواند و بفهمد که مردم فهم و شعور دارند و با فحاشی نمی شود سیاه را سفید کرد و یا گذشت زمان هم حقیقت را نمی شود لوس کرد. این تاریخ است که بر مسند قضاوت است و به ما اجازه تعدی به حقوقش را نمی دهد. با احترام، مینو ثقفی. ممنونم. ولی تا اینجا هیچ اشکال نداره که ایشون نظرشون رو بگه، ولی وقتی شما استناد میکنید به نوشته یه شخصی که الان دیگه روی اینترنت شناخته شده با وجودی که ایشون سعی میکنه خودش رو ناشناس نگه داره، به نام جاوید ایران، به نام حسین کمپانی، البته بعدن معلوم شد که این حسین کمپانیه، این یه مقداری ایجاد شک و شبهه میکنه. ببینید، شما خیلی قشنگ گفتید که تاریخ با چشم بسته، میدونید ماجرای چشم بسته اینه که حتی فرشته عدالت چشمش رو بستن، که به نظر من یک کم هم اشتباه بوده، همون چشمش رو بستن که این با چشم بسته اینجوری قضاوت میکنه، همه دنیا رو به خاک خون کشیده. میگن چشمش رو میبنده که حتی به اصطلاح نگاه نکنه یه نفر سفید پوسته، یه نفر سیاه پوسته، یه نفر خوشگله، یه نفر زشته. حتی میبینید توی مسابقه های به اصطلاح خوانندگی و اینها، نمونهش وایس، میگه که بلایند نمیدونم یه چیزی که، یعنی این قاضی ها اونهایی که انتخاب میکنن توی برنامه، اصلا اون خانم یا آقایی رو که آمده هنرنمایی میکنه، خوانندگی میکنه، نمیبینن، که یعنی میخوان اینها قضاوت کنن فقط بر اساس صدا. و وقت با خیلی وقتا هم هست وقتی میچرخن قبول میکنن، بعد میگه واو، مثلا من فکر کردم تو یه دختری ولی یه مرد بود، یا فکر کردم تو یه پیرزنی جوونی، یا فکر کردم یه پیرمرد، نه پیرمرد با عصا و اینا، منظورم پیرتری. ببینید خانم مینوی ثقفی عزیز، دلیلی که آقای تیمسار آریانپور میاد اسم، فامیل، کتاب، خاطرات، اینا رو شجاعانه با شهامت اعلام میکنه و یه شخصی مثل هکه قایم میشه این ور اون ور، بین اون تهمت میزنه، به اون اون فحاشی میکنه. همین آقای هکه نوشته بود سربی رفته دیدار خاتمی، در صورتی که من اتفاقا اگر به هم گفته بودن که میتونم سوال کنم میرفتم، ولی من نرفتم به دلیل اینکه اون کسی که این برنامه رو برگزار کرد، به اصطلاح سفارت که نداریم تو آمریکا، تو سفارت ایران، دفتر حفاظت منافع، اونایی که از میدیا دعوت کرده بودن، من تماس گرفتم گفتم میشه اونجا سوال کرد یا نه، و چون گفتن نه من نرفتم. ولی خبررسانی معظم و بزرگ این آقای هکه حسین کمپانی، که دوستان اگر کسی این رو میشناسه، سابقهش رو میدونه، لطف کنه برای من بنویسه این کیه، چرا اصرار داره خودش رو قایم کنه. این آقا عکس دوستمون رو که اتفاقا من اون رو هم میشناسم گذاشته بود که بله ببینید سربی داره میره دیدار خاتمی، من آقا امروز هیتلرم بیاد زنده بشه میرم دیدارش. من توی آمریکایا با خانم هیلری کلینتون عکس دارم، با آقای جورج بوش هم عکس دارم، با آقای نوت گینگریچ عکس دارم، با آقای جسی جکسون هم عکس دارم، با این لیبرمن عکس دارم، با اونایی هم که دموکرات و جان کری هم عکس دارم، میرم باشون صحبت میکنم، ترسی ندارم، اسم خودم، شکل خودم، قیافه خودم، عکس خودم، ویدیو خودم، صحبت خودم. شما یه مقداری حالا که لطف کردید این نمیدونم نایب و ماشالله خان و اینا رو به ما شناسوندید، یه مقداری وقت بذارید این حسین کمپانی رو، میدونم شما محققی، میری تحقیق میکنی، تحقیق کنید ببینید کیه، پدرش کی بوده، تو دوره شاه چه کار کرده، تو دوره شیخ چه کار کرده، امروز چرا خودش رو قایم میکنه. ولی ببینیم حالا این آقای حسین کمپانی چی نوشته. نوشته که چندی پیش نوشته‌ای درباره نایب حسین و ماشالله خان کاشی پسرش که پدر آذر و امیر هوشنگ آریانپور میشود، مطلبی تاریخی در همین ایمیل خواندید.
ایمیل و نوشته‌هایی به من رسیده که مربوط به سال 1389-2010 می باشد. گویا نشریه میراث ایران که از نیویورک منتشر می شود کتابی را که به دروغ درباره قهرمانی‌های خاندان نایب کاشی که نوه‌های او بعداً کنیه آریانپور را به خود گذاشتند را شر می‌دهد. شوربختانه صاحب نشریه میراث ایران بدون پژوهش و کاوشگری درباره نایب حسین کاشی آن را با آب و تاب منتشر کرده بود و این ایرانیار به اعتراض به مجله میراث ایران اینطور نوشته است. کسی که خودش را ایرانیار خطاب میکنه آقای حسین کمپانی، یکی از بپرسه شما ایران رو چجوری یاری کردی؟ در زمان شاه چی کار کردی؟ وقتی داشت شاه سقوط میکرد چگونه ایران رو یار و یاور بودی؟ بمانم برداشتن نامه نوشتن و فرستادن برای آقای شاهرخ احکامی. حالا جالبه اینجوری که ایشون میگه، این به اصطلاح چاپ کتاب و نشریه و اینها، ایشون میگه مال سال 2010 بوده. اولا 5 سال کجا بوده ایشون؟ پای منقل بوده، نمیدونم ایران رفته بوده دنبال ارث و میراثش، کجا بوده؟ بعد از 5 سال تازه دوزاریش افتاده. بعد اصلا من فرض رو میذارم که پدر و پدر بزرگ آقای آریانپور دزد بودن، دزدای سر گردنه بودن. اولا میدونید که این ماجرای دزد و دزدی داستانها داریم. شما رابین هود یا اون یکی دیگه کیه که میومده از افراد پولدار دزدی میکرده، بین افراد فقیر تقسیم میکرده. همین دزدهای سر گردنه چرا بودن خانم صرفی؟ چرا بودن؟ این همه میدزدیدن از قافله ها، از مردم، کجا میبردن؟ لابد یه عده‌ای بودن فامیلشون گرسنه بودن، شغل نداشتن، به یه دلیلی دولت باهاشون بد بوده، اونها هم تنها راهی که براشون مونده اینه که بیان دزدی کنن. چگونه است که امروز من و شما اگه توی ایران دست یک دزدی رو قطع میکنن فریاد میزنیم که آقا خانم برو ببین این چرا دزدی کرده؟ حتما احتیاج داشته، ولی اون چون در زمان پدر بزرگ آقا رضا بوده یا در زمان پدر رضا بوده، اون موقع چشممون رو میبندیم، نه مثل فرشته عدالت چشممون رو میبندیم که این بوتی که ما ساختیم یه وقت شکسته نشه. در طی برنامه براتون میخونم ماجرای تیمسار خاتمی با آقای قطبی، شریک بودنشون در واردات گوشت یخ زده از استرالیا، که گویا این گوشت‌های یخ زده فاسد نمیشه گفت، تاریخشون گذشته بوده. میدونید شما وقتی که یه چیزی رو میذارید تو فریزر یخ میزنه، میگن مثلا این 3 ماه 6 ماه، اگه یه چیزایی زده باشن بهش، درست هواشو کشیده باشن، وکیوم کرده باشن، مثلا 1 سال 3 سال، تاریخ داره. اون شرکتی که تاریخ زده بوده روی این گوشت‌های استرالیایی، تاریخش که تموم میشه میگه اینها دیگه قابل خوردن نیست، ولی چون گوشت هست، پروتئین هست، مواد غذایی هست، میتونید اینها رو به عنوان کود استفاده کنید. شما به من بگو چرا یه تیمسار مملکت بیاد با آقای قطبی شریک بشه، این گوشتا رو وارد کنن و بفروشن؟ و من یادمه وقتی این گوشتای یخ زده و اینها اومده بود، چه بحثای دور برش بود، چه چیزایی بود. و چرا شما که میگید نمیدونم انقلاب سفید شد، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه، از اون ور کشاورزی اینها، چرا ایران به یک کشور نسبتا جدیدی مثل استرالیا باید وابسته میشد برای گوشت؟ حالا آقای نایب رو، پدر و پدر بزرگ آقای آریانپور رو فعلا میذاریم یک کناری تا خود ایشون بیان در این مورد صحبت کنن. ولی باز هم ممنونم از خانم ثقفی و من ازتون خواهش میکنم که همون جوری که به قول معروف میرید مو رو از ماس میکشید، که این کار سختی نیست، مو رو از ماس کشیدن خیلی آسون بوده، برید یه مقداری در رابطه با این حسین کمپانی تحقیق کنید و بگید که اینها وقتی که با اون آقای دکتری بودن
با اون آقای یکی دیگه کی بود میخواست جنبش ما هست، جنبش پس هسته، جنبش پول خورد، از این آقا با اونا بود. اگه نمیدونستید شما، این آقای حسین کمپانی که خودش رو قایم میکنه به خاطر کسافتکاریایی هست که کرده، خودش رو قایم میکنه. در هر صورت اینم از این ماجرا، ما چون قول داده بودیم این رو خوندیم، و اگر شما صحبتی دارید مثل همیشه میتونید یا در حین برنامه زنده که امیدوارم بتونید الان ببینید، یا اینکه پیام بذارید، پیامتون رو پخش میکنید. ولی من همیشه این حق رو برای خودم و دیگران رزرو میکنم یا نگه میدارم که اونها هم بتونن جواب بدن، و از ما نخواهید که ما فقط بلنگو رو بگیریم، شما صحبت کنید، وقتی شما حرفتون تموم شد ما بلنگو رو میاریم جلو خودمون، میگیم ضمناً ایشون اگه گفت 2 تا 16 تا اشتباهه، ما توی اون مدرسه هایی که درس خوندیم 2 تا 4 تاست. دوستان یادآوری میکنیم، نظر شما چیه؟ مطالبات معلمان و پاسخ حکومت اسلامی. من نمیدونم به اصطلاح معلم ها یعنی میان نامه مینویسن به دولت اسلامی آخوندا و ازشون میخوان که آقا حقوق ما رو زیاد کن، اینجوری اینا فکر میکنن که امیدی هست یا در این دولت یا حکومت اسلامی کسی هست که به فکر اینها باشه، یا اونها هم اگر در زمان شاه 100 تا فامیل داشتیم الان هزاران فامیل دارن میدزدن و میخورن و میبرن. اگه در زمان شاه یه تیمسار خاتمی بوده که بعدن میاد به جای گوشت وارد کردن در خرید و فروش اون نمیدونم کشتی ها و اسلحه ها و اینها کمیشن میگیره، اگر اون موقع ها 5% 10% میگرفتن، الان به قول یکی از دوستان الان 100% و 200% کمیشن میگیرن. اینها همه جای صحبت کردن. و اما آقای مهدی ذوالفقاری لطف کردن یک مقاله ای رو فرستادن که مال اکتبر 23 هست، یعنی 7 روز اونجا، 8 روز چون 3 روزه بود و 9 روز 17 روز قبل نوشتن که قصابی در میدان صاحب الامر میخواست گاوی ذبح کند، گاو از زیر دست وی در رفت و به مسجد قائم گریخت، قصاب ریسمانی برد و در گردن گاو انداخت. والا ما نمیدونستیم ریسمان میندازن در گردن گاو، ریسمان بند نازکه، بند کلوفتر که بشه میشه تناب. این دوستان نوشته، این آقای ذوالفقاری ننوشته، ولی میخوام بهتون بگم نویسنده های ما اینها هستن، اپوزیسیون ما اونها هستن، منتقدین ما آقای حسین کمپانیه. خب معلومه دیگه. بله، ریسمانی برد و در گردن گاو انداخت تا بیرون بکشد، گاو زور داد، قصاب به زمین خورد. اصلا جمله ها رو ببینید، گاو زور داد، گاو مقاومت کرد، قصاب به زمین خورد و در حال قالب تهی کرد. در این وقت بانگ صلوات مردم بلند شد و این امر معجزه‌ای تلقی شد. پس آنچنان که افتد و دانی، بازار تا 1 ماه چراغانی گردید، تبریز شهر صاحب الزمان، صاحب الزمان به شمار آمد و مردم خود را از پرداخت مالیات و توجه به حاکم، به حکم حاکم معاف دانستند. گاو را به منزل مجتهد جامع الشرایط وقت آقا میرفتاح بردند و ترمه ای رویش کشیدند. مردم دست دسته با نذر و نیاز به زیارت آن رفته و به شرف سنبوسیش نائل آمدند و ترمه آن حیوان به تبرک همی ربودند. در عرض 1 ماه مویی از گاو به جان نماند و همه به تبرک رفت. لسان الملک سپر درباره این بخش ماجرا می‌نویسد: میرفتاح مجتهد تبریزی عامل اصلی فتنه تبریز و قوغای عامه بود و شورش به ظاهر مذهبی که در بوسیدن سم گاو مقدس بر دیگران پیشی گرفته بود، عوام مردم را واداشت تا در شهرهای آذربایجان بر سر کوچه و بازار از معجزات حضرت گاو داستانها ساختند و نعره زدند که شهر تبریز مقدس و از مالیات دیوان و حکم معاف است. حتی چهره گاو را نقاشان زبردست ترسیم کردند و به زائرین بقعه مبارکه فروختند و مردم نادان در خانه های خود شمایل گاو صاحب الزمان را آویختند. متولیان حضرت گاو از سر نادانی به جای کاه و یونجه به اون نقل و نبات دادند و بعد از چندی گاو مقدس بیمار شد و مرد.
مردم با حزن و اندوه فراوان در حالی که بر سینه خود میکوفتند تشییع جنازه مفصلی از آن بزرگ مقام کردند و در مکانی به خاک سپردند که هنوز به آرامگاه گاو صاحب زمان برای اهل منبر معروف است. اینم از این ماجرا. مقاله نسبتاً طولانی، اگه خواستید براتون بفرستم، اگه نه که خب این رو همه جا دیدیم و شاهد بودیم و چه باید کرد اون کسی که این رو حالا نوشته یا آقای مهدی ذوالفقاری. همینجا تو آمریکا هم همینه، توی یک تونلی بارون، میدونی خیلی از این تونلا آب لیک میکنه، چکه میکنه، بعد آب که لیک کرده بود اومده بود یه شکل عجیبی کثیفی درست کرده بود، یه نفر صبح که داشته میرفته گفته بود که این حضرت مریمه، این عکس حضرت مریم. نمیدونی اینقدر اون تونل رو بستن و مکافات برای دولت درست شد و اینها که دولت آمد با این آبای فشار زیاد بس، اصلا تونل رو بس و پاک کرد و گفت آقا حضرت مریم همون جوری که آمده بود خودش هم رفت. آقای ذوالفقاری نازنین، وقتی که شطور بود به یه قاز، خر قیمت واقعی ندارد. وقتی که توی آمریکا اینجوریه، توی ایران اونم توی حالا قدیمتر حتی جدیدش، مهم اینه که چه باید کرد. هیچ کدوم از شماها تا حالا این پاسخ رو ندادید که چه باید کرد. خب بذارید ما ببینیم که توی این مطالبات معلمان، برای برادر من سلام. آها، یکی از دوستان یه سوالی کرده بود، من این رو از آقای احمدعلی مسعود انصاری سوال کردم، ایشون پاسخ داد. اون دوستمون نوشته بود که شاپور بختیار پسر خاله رضا قطبی است. بختیار می شود پسر خاله پسر دایی فرح دیبا پهلوی. مهندس محمد علی قطبی پدر رضا قطبی با ارتش بود خانم داماد شاه دارای شرکت خاتم داماد شاه دارای شرکت واردات گوشت یخی. بعد میگه که من رضا، پسر رضا، نوه رضا با 30 میلیون آدم نارضا، این هم از خاندان پرجلال. میدونید که اینها خودشون رو میگفتن ما خاندان جلیل سلطنت، جلیل و جلال و اینها هم یعنی همین دیگه. من از آقای احمدعلی انصاری سوال کردم که این موضوع درسته که اینها شریک بودن و اینها در گوشت و اینها. آقای انصاری نوشتن که برادر من سلام، رضا قطبی پسر خاله شاپور بختیار بود. رضا قطبی پسر دایی فرح بود. محمد علی قطبی پدر رضا قطبی در کار واردات گوشت یخزده با ارتش پوت خاتم شریک بود. مشکل اصلی این معامله تا آنجا که به خاطر دارم وارد کردن گوشت‌های یخزده از استرالیا، گوشت‌هایی که تاریخ مصرف آن گذشته و خصوصیات غذایی خود را از دست داده بود و فقط قابل استفاده به صورت کود بود و فروش آن به عنوان گوشت تازه نباید می بوده که اینها این کار کردن، که مسئله برملا و باعث آبروریزی شد. خب اینا که آبرویی نداشتن، ولی اگه میگفتی برملا شده و اون زندان افتاد، اون جریمه داد یه چیزی، اینا آبرویی نداشتن. اگه آبرو داشته باشن تیمسار مملکت نباید بره با یکی به اصطلاح به خاطر اینکه فامیل فلانی هست شریک بشه گوشت وارد کنن یا از این کثافت بازیایی که میدونه. بعد همین خاتمی که داماد شاه بوده، فکر کنم شوهر فاطمه بوده، دوستانی که اسمتونو میذارید پری دخت، ایران دخت، فلان، شاه محمد رضا، پدرش رضا، پسرش رضا، خانم فرح پهلوی افتخار میکنه که سید هست و سیده، و دخترش هم اسمش فاطمه بوده که نمیدونم ایشون چند تا دختر داشته، یه دختر به شاه، به خاتمی، یه دختر یا این داماد رضا شاه بوده، نمیدونم. در اصل ماشاءالله اینا درسته که اسلوگن یا شعارشون این بود که فرزند کمتر آسایش بیشتر، ولی خود شاه 4-5 تاشو ما میدونیم،
میدونی که هر کدوم از اینایی که این برون بر سر گوششون میجنبیده، یه سری رو ما میدونیم، یه سری رو نمیدونیم، یه سری رو پول دادن طرف رو ساکت کردن، یه سری رو پول دادن طرف رو فرستادن سخت جنین کرده و الی آخر. اگه دوستان هکه خانم مینو ثقفی یه بار درباره زندگی شاه هم یه تحقیقی بکنن و به ما صحبت کنن، بگن که شاه آیا دیپلم تونست بگیره یا نه، شاه چه لیسانسی داشت به غیر از این دکترایی که چپ و راست بهشون داده بودن به خاطر پولایی که این ور اون ور میدادن. دیروز با یه دوست صحبت کردم راجع به سربازی شد که من باورم اینه که سربازی باید حقوق بدن و حقوق خوبی هم بدن و توی آمریکا الان این کارو میکنن. 8 سال طرف رو استخدام میکنن به عنوان سرباز، طرف وقتی برمیگرده اگه پولاشو جمع کرده باشه میتونه یه بیزینسی راه بندازه. ولی توی ایران دوره شاه طرف با خون دل بچهشو فرستاده و دیپلم میگرفت. دیپلم اگه شانس میورد سپاهی دانش، سپاهی بهداشت، سپاهی ترویج میشد، ما 700-800 تومن 1000 تومن بهش میدادن. توی ده، توی دکوره مینداختن. افشین توی هندوستان نشستی و فکر میکنی زمان شاه تمام دهات مثل فرانکفورت آلمان بود؟ توی این ده این بیچاره بچه شهری که میرفت باید یه دو شب خونه کت خدا میموند و بعد یه اتاقه که بهش بدن و با چه وضعی زندگی کنه که وقتی میمدن داستاناشون رو تعریف میکردن آدم اشکش برای اون دهاتیه در میومد. این دوستمون گفت بله منم سپاه دانش بودم و میدونید که دو نفر رو مینداختن توی ده به عنوان سپاه دانش. این دو نفر میگه که ما اونجا بودیم، یه رادیوی کوچولو داشتیم و هیچی اساس و اینها نداشتیم و هفته یه بار که میرفتیم ما به اون حالا یا فرمانداری یا چیه دیگه ده دهستان فرمانداری هرچی میگفت همش این کسی که با ما اونجا خدمت میکرد میگفت به اینا که بابا ما تخت سیاه نداریم. خب شما که ما رو فرستادید اینجا که سپاه دانش بشیم، ما تخته سیاه نداریم روش بنویسیم، یه تخت سیاه به ما بدید. و میگفت جواب اینها این بود که ما بودجه نداریم. میگفت یه روز نشسته بودیم اخبار گوش میدادیم، شنیدیم آقای هویدا به فرانسه پول کمک کرده. میگفت این هم خدمتی ما این رادیو رو چون این خبر رو از رادیو شنید زد به دیوار، اون رادیو رو هم زد شکم. گفتیم بابا ما تخت سیاه نداشتیم، حالا دیگه رادیو هم نداریم، دیگه از دنیا بیخبریم. دوستان یه نفر که یه پسر داره، دو تا پسر داره، این بزرگ میشد 18 سالش میشد، 2 سال میبردن این رو سربازی، با افتخار توی پادگان ها زده بود که ما به این نمیدونم 11,000 شده چقدر پول حقوق میدیم، اکثر پولا رو قاب گرفته بودن. اگه کسی میدونه اینو برای من بفرسته. من یادمه تو هوابردی که من 55-56 اونجا بودم، یه سال قبل از انقلاب، هنوز اون قاب عکسه بود که حقوق سرباز اینه. 2-3 تا از این پولای سکه گذاشته بودن که چی؟ که این آقای سرباز مواظب باشه یه وقت حقوقشو کم پرداخت نکنن. خجالت آور بود. و یکی از این سرهنگا، یکی از این سروانا، یکی از این تیمسارا به خودش اجازه داد، شهامت داشت، شجاعت داشت که بگه آخه بی ناموسا، واقعا بی ناموسا، یه جوانی رو از خانوادش آوردید اینجا با ما 11,000 نمیدونم 13,000 درش رو چی کار کنه این. خب خانوادش این جوان رو بزرگ کرده، حالا هم که اومده اونجا اون خانواده بهش کمک کنه. خانم مینو ثقفی، آقای حسین کمپانی اشکال داشت عزیز من. اگه اشکال نداشت آقای رضا پهلوی با این نادانیش نمیگفت خب حتما اشکالی داشت که به اینجا رسیدیم. باور کنید اشکال داشت. هر وقت قبول کردید اشکال داشت، هر وقت قبول کردید در یه برنامه‌ای مهمون من باشید، اول اشکالای دولت شاه و حکومت شاه و حکومت رضا شاه رو بگید، بعد من ساکت میشم در ازای هر ربع ساعتی که شما اشکالات رو بگید 1 ساعت مجانی بیاین صحبت کنید و از خوبیاشون بگید. اشکال داشت. نایر خانم عزیز شما چرا؟ شما که توی آلمان زندگی میکنی میبینی که اونجا چجوری قانونا اینها رو جدا میکنه، قوه مقننه جداست، قوه اجراییه جداست، قوه قضاییه جداست، چگونه به خودتون جرأت میدید
که چون شاه رو دوست دارید و ازش بت ساختید، بگید به اونهایی که نادانن شعبان جعفری در 32 در نمیدونم 28 25 مرداد نبود، شعبان جعفری زندان بود. گوش کنید، شعبان جعفری در رژیم شاه زندان بوده، درسته؟ شما به حکومت و قضاوت و حکومت شاه باور داری؟ پس این خاطی بوده، مجرم بوده، یک جرمی، مجرم یعنی یک جرمی مرتکب شده. قبول دارید شما؟ شما میتونید به من بگید تو کدام مملکت دنیا یه آدم ارتشی به نام زاهدی میره تو زندان شهربانی یه لاتی رو، یه چاقوکشی رو آزاد میکنه که بیاد شهر رو آرام ببخشه؟ اینو شما نوشتی. میدونم الان مردم میگن عجب دروغگویی این سوربی. دوستان برید ببینید این دوستمون خانم نیر که الان ناامید شده از رضا پهلوی هنوز توی دل شاه رو دوست داره. خب ببینید، اینها اکثرا دخترای جوونی بودن اون موقع که شاه آمده، میدونید پرنسس بوده دیگه. همینجا شما ببینید این عقب افتاده های انگلیسی وقتی میان، که حالا بازم اینها یکیش اقلا رفته توی خلبانی، یکیش رفته نمیدن تو کمک های چیز و اینها. ببینید دخترها چه کار میکنن براشون. این دوستان ما اینا هنوز اون عشق دختر بچه به اون پرنسس رو دارن و نمیخوان قبول کنن آقا اون پرنسس خوب، ای کاش رفته بود هنرپیشه شده بود، ولی اشتباه کرد، بی سواد بود، نادان بود، ترسو بود، افراد دانا رو از خودش دور کرد، افراد چاپلوس نمیدونم دستمال به دست رو نزدیک خودش نگه داشت و با اونها یه وزنه سنگینی درست کردن روی کشتی کوچول خواب و خیال سقوط کرد، چی میگن رفت پایین، غرق شد اون کشتی، اون رفته پایین. حالا شما هر چی میخوای تو این اقیانوس دست پا بزن شنا کن دنبال اون کشتی بگرد. کشتی بزرگی که شما فکر کنید اصلا وجود نداشت، یه قایقی بود. اینها به شما میگفتن کشتی، چیزی که چون ما کوچولو بودیم فکر کنید بله این خیلی کشتی بزرگی. اینم از این. و اما پرستو فروهر، اگه اشتباه نکنم من قبلا هم با ایشون صحبت کردم، کتاب نوشته بود، دختر داریوش فروهر، و به اصطلاح چند بار هم اشکال برش پیش آمده بود و نمیدونم زندانی هم بوده در به اصطلاح زندانهای رژیم آخوندی. این آخوندها که دیگه انقدر گندش بالا آوردن که خود آقای روحانی گفته بود بابا ملت رو چپ و راست نگیرید، وقتی شما این همه چپ و راست همه رو بگیرید بعد خب افراد سودجوی مثل آقای فخرآور، اینو دیگه روحانی نگفته بود، من دارم میگم، مثل اونها میان از این زندان رفتن سوء استفاده میکنن و برای خودشون اینجا مغازه سوپرمارکت باز میکنن. کودتای 28 مرداد، داریوش فروهر و میدان بهارستان. این رو خانم پرستو فروهر، دختر این دو نفری که به وضع فجیعی کشته شدند، البته ناگفته نماند خود آقای داریوش فروهر گویا خود ایشونم یه جورایی نقش شعبون بیمخ رو بازی میکرده برای جبهه ملی. اگر در خانواده‌ای مصدقی بزرگ شده باشی، سنگینی و تلخی روزهای آخر مرداد و بختک آن کودتا که انگار روی سرگذشت ما افتاده بود تا همه چیز را آنگونه کند که نباید میشد تجربه کرده ای. از همان سالهای کودکی این واژه غریب را میشناسی و عصبیتی که همراه آن فضا را میانباشت لمس کرده ای. انگار که در این واژه همه پلیدی ها و زشتی ها حلول میکرد، وقتی به زبان میآمد همراه خودش انقباض فک می آورد و پشت بندش حرف هایی بود که پر از خشم و درد و بغض، از افسوس که از نگاه پدر و مادر انگار بیرون می ریخت و روی دل آدم می نشست تا در حافظه حک شود. گاهی گفتن این واژه آنچنان نفسشان را در سینه می برید که به آهی کشدار می رسید. واژه کودتا سکوت سنگینی با خود داشت که زیر پوست آن زخم شکستی عمیق برق می زد یا زوق می زد.
حالا که تلاش میکنیم به یاد بیاوریم، انگار این واژه ها تنها زمزمه داغدار شعرها را دنبال خود میکشد. تا حالا ما چیزی نفهمیدیم دوستان. شما چیزی فهمیدید از این مقاله؟ ما راویان قصه های رفته بربادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نمیگیرد سکه هامان را، گویی از شاهی دست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. واژه کودتا عصیان فروخورده‌ای با خود داشت که در این روزهای آخر مرداد نفس خانه را می‌گرفت. امسال که در این روزها به تهران آمدم و ساکن آن خانه شدم، قصد کردم روایتی بنویسم از گذشته و امروز، از آنچه بر پدرم در روز کودتا رفته است در میدان بهارستان و آنچه امروز در این میدان و در مکان آن واقعه می توان به چشم داشت، از واقعیت دیروز که از تصویر امروز یا محو شده است و یا در مفلوکی یک خرابه به حال خود رها مانده است. آنچه می خوانید روایت تاریخ است از زبان پدرم و روایت الکن شدگی مکانی که از بازگویی آن تاریخ که روزگاری در آن واقع شده باز مانده است. خب به نظر من انشاء بیشتر شباهت به انشا داره تا اینکه یه حقیقت تلخی رو بخواد برای من و شما بگه. بنویسید دوستان، بنویسید، چاپ کنید، ببینیم به کجا میرسید. همینجوری توی 28 مرداد و 1332 دست پا بزنیم، یه روزی درست میشه. میدونید که توی آمریکا وقتی سال 2000 داشت میومد، نگران بودن که چون تاریخ رو سال 2000 رو مینوشتن 00، حالا کامپیوترها بر میگرده و فکر میکنه که زمان از اول شروع شده. جمعه یک برنامه بسیار جالبی رو یا توی 60 مینیت یا 2020 دیدم و فکر کنم 2020 بود، نشون میداد که توی یک کشور اروپایی، اگه اشتباه نکنم سوئیس، عجب من نمیدونم 2020 بوده یا 60، نمیدونم سوئیس بوده یا سوئد، نمیدونم، در اصل عجب برنامه چیزی دارم، بهش اطلاعات دقیقی میدم. خلاصه میگفت یه جایی رو به وسعت بسیار زیاد، به یک مخارج بسیار زیاد درست کردن و دارن تحقیق میکنن. بیگ بنگ، بیگ بنگ اونی که بعضیا میگن اصلا زمان دنیا و اینها وجود نداشته، اینا خوردن به همین سیاره ها و ستاره ها و از اون کره زمین به وجود آمده و سرد شده و اینو، اون یه فلسفه دیگه است. یه فلسفه اونی که خدا نشست 6 روز گلمالی کرد و آدم ها رو درست کرد. یه فلسفه دیگه داروینه که میگه این موجودات بودن، از تکسلولی شروع شده بعد اینجوری شده و اینها بماند. ولی جالب اینه که من این برنامه رو نگاه کردم و همینجوری که از نامه خانم این پرستو فروهر چیزی نفهمیدم تا نصفه هاش، از اون برنامه هم نفهمیدم. اینا سعی و تلاششون اینه که یک بیگ بنگ کوچیک درست کنن و ببینن چی میشه و میگفت که ما میتونیم یه چیزایی رو تو زمان برگردونیم. خیلی خطرناکه. من یه فیلمی چند مدت پیش دیدم که یک کشتی و سناتور و اینها بودن تو جهان جهانی دوم، این هواپیماهای آلمانی رفتن زدن اینها رو داغون کردن. بعد یک فیلم تخیلی بود دیگه، یه جای دیگه چیز شد، برگشتن توی اون زمان. بعد میگه حالا که ما تاریخ رو میدونیم، حالا که ما میدونیم تو این امروز این اتفاق میفته و این سناتور اونجا مسئول خشک‌گذرانی رو دریا و الان هواپیمای آلمانی میان، ما باید چه کار کنیم؟ فیلم بسیار قشنگی بود، اسمش الان یادم نیست. آخر به اون نتیجه رسیدن که در تاریخ و در اتفاقاتی که افتاده دخالت نکنن و بذارن که اون هواپیماها بیاد برن اینو بزنن که تاریخ به همون صورت بمونه. حالا اینا ماجرای این بیگ بنگ و اینا هست، من نمیدونم والا. به جای این بیان برین یه دوایی برای سرماخوردگی پیدا کنین. ولی مگه دیوونه هستن؟ اول زمستون که میرسه، اول پاییز، شما ببین تبلیغات تلویزیون همش، حالا به غیر از لاف برقی و نمیدونم از این ملافایی که میپوشید سر تا پاتون میره داخلش و کلا و دستکش و اینا، همش این داروهایی که سرماخوردگی رو نمیدونم خوب میکنه و فلان اینا، هیچ کدومش هم هیچ کاری انجام نمیده، چون میگن سرماخوردگی احتیاج به استراحت داره و به وقت، مگر این که یک کاری بکنن که اصلا بدن مریض نشه. نتونسته، بشر توش مونده. از اون ور شروع میکنن میان من و شما رو میترسونن. داشتم به خاطر این میگفتم که سال 2000 یه اتفاق میفته، مردم رو ترسوندن، بعضیا رفتن جنراتور خریدن، بعضیا رفتن کامپیوترهای جدید خریدن، اینا هیچ اتفاقی هم نیفتاد. الان چند مدتی هست که
هی کتاب می‌نویسن که اگه برق بره چطور میشه، اگه کامپیوترامونو، نه کامپیوتر من و شما که اگر همه چیزامون هم ببرن میریم یه کامپیوتر می‌خریم $300، خیلی هم خوشحالیم که اون کامپیوتری که قبلا خریده بودیم $900 الان بهترش و بزرگترش و کم صداترش رو خریدیم $300، دوباره دو روز چیامونو می‌ذاریم، یه مشتی هم فوش میدیم که فلان پرونده هم پاک. کامپیوتره یا اینا دارن میگن که نظام شهر و چراغ خطر و آب و بدونید تمام این تصفیه آب، تمام این تولید برق، تمام این جاده ها این روزا با کامپیوتر به اصطلاح کنترل میشه، تولید میشه و اینها، و میگن اگر اتک کنن، حمله کنن به این سیستم چه شود. اون وقت این وسط یه عده شروع میکنن به شما چی میفروشن، میگی که آها ما یه بحثایی درست کردیم، شما اینو بخر مثلا $2000 اینجوریه، ببر بذار تو بیسمنتتون، اگر دیگران دارن از گرسنگی میمیرن برای که برق قطع شده، شما با خانوادت بشین اونجا این قوطیای کن رو واز کن، با این شمعای گرمازا هم نمیدونم داغشون کن، با این رادیو هم گوش بده. و بعض وقتا فکر میکنی خب با این رادیو چه رادیویی رو گوش بدن، شما که میگین همه چی به هم خورده، بعد میگید که حالا این شمع و این خوراک و اینها هم 4 روز 5 روز یه هفته، بعدم اگر تازه همسایه ها ببینن که ما زنده هستیم داریم چی میخوریم، خود همسایه ها میان ما رو تیک تیکه میکنن. نمیدونم واقعا چه باید کرد، ولی بلا فاصله بعد از این اوضاع و مسخره بازی هالووین یا جشن ماسک ها، نوبت این فروش وسایل کریسمس میشه و الان داریم میبینیم که بیشتر و بیشتر اینها رو دارن از یه ماه قبل، 2 ماه قبل میذارن و دیگه مسخره شده و فقط به صورت کمرشال یا به صورت درآمد و بیزینس. الان اینجا نوشته که 100 تا DVD بخرین $100، بعدم نوشته جیزس DVD کریسمس Outreach Special، میگه که بشه تابید حراج شد، بیچاره جیزز مرد و حالا نواراشو 100 تاشو میدن به شما $100. اینم اسم نوارا و اینها هست. گفتم آقا من نوار میخوام چیکار، این دوستان ایرانی که جمال رزان حسن حسین رفته شبان شده و مسیحی شده اینها برای ما مجانی میفرستن، کی وقت داره نگاه کنه. خب ببینیم که دوستی پیام گذاشته، پیام ها رو بعد از برنامه گوش میدیم، در برنامه آینده به اصطلاح ازشون استفاده میکنیم. این هم از این و باز برگردیم اینجا. امروز ساعت 4 بعد از ظهر یعنی 13 دقیقه دیگه آقای حسن اجلالی برنامه دارن با شما. در طی برنامه ببخشید من این اسم رو باید از اینجا ور میداشتم، آقای ماسالی رفتن، گفتم حسن ماسالی، آقای حسن اجلالی، ببخشید دیگه کمی آدم گیج میشه و این همینجور اسم آقای حسن ماسالی اینجا بود و این هم از این ماجرا. درباره با برنامه جمعه که آقای مهریار مهرآفرین مهمان ما بودن، دوستان زنگ زدن پرسیدن که ایشون باز کی دوباره میاد. والا من خبر ندارم، این دوستان یه مقداری هم دل سرد شدن، یه مقداری به اصطلاح زده شدن از روشی که تلویزیون‌های قبلی پولاشونو گرفته برنامه گذاشتن، بعدن تا معروف شدن برنامه‌هاشون رو قطع کرده الی آخر. و میدونید که ما ضرب المثل داریم که مارگزیده از ریسمان سفید و سیاه هم میترسه، یکیش این فلسفه، یکی این که پولاشونو اون زبلا خوردن و بردن، دیگه اینا پول ندارن، حالا دارن کار میکنن، امیدواریم پولدار بشن بیان اینجا. و این هم از این. بریم ببینیم که این دوستمون یه چند تا نوشته خوب برای من فرستاده، اینها رو براتون بخونم. ما هر جوری برنامه‌مون رو ردیف می‌کنیم باز کم میاریم. نوشته کاگو جون 3 چیز را با احتیاط بردار، قدم، قلم، قسم. 3 چیز را پاک نگهدار، جسم، لباس، خیال. 3 چیز را به کار بگیر، عقل، همت، صبر. 3 چیز را از خود دور کن، افسوس، فریاد، نفرین. 3 چیز را آلوده نکن، قلب، زبان، چشم. 3 چیز را فراموش نکن، خدا، مرگ، دوست. اینم ممنونم از این دوستمون. بعد یکی دیگه از ایمیلایی که فرستاده بود همون بود که شاپور بختیار پسرخاله رضا قطبی بوده که اونم پاسخ دادیم و نوشتیم و گفتیم و ببینیم که بعدیش چی بوده. یکی دیگه هم میدونم فرستاده، آها، میگه که وقتی بچه بودم پدرم میگفت هر موقع تونستی بند کفشت را ببندی
مرد شده ای، اما من امروز به پسرم یاد می دهم هر موقع توانست تونستی بند کفش دوستت را، دوست داشتیت را خودت باز. بند اینو ریخته به هم نمیتونم بخونم. هر موقع تونستی بند کفش دوست داشتیت را خودت باز کنی و آن را، هر وقت توانستی بند کفشی رو که دوست داری باز کنی و آن را به پای برهنه‌ای ببخشی، آنگاه مرد شده ای. ممنون و متشکرم. این دوستمون نوشته بود که قرار بوده بره عروسی و فکر کرده که 200 دلار باید کادو بخره، تو حال و مود و چیزی نبوده که بره عروسی، گفت 100 دلارش رو گذاشتم تو جیب خودم و 100 دلارش رو برای تلویزیون مردم فرستادم. من از شما بسیار ممنون و متشکرم و ما پیشنهاد نمی‌کنیم دوستان به اصطلاح عروسی نرن پولاشون رو برای ما بفرستن، ولی دوستان اگر دارید میتونید، من همیشه گفتم اگر اوضاع مالی شما بهتون اجازه میده که کمک کنید، به تلویزیونایی که تماشا میکنید، به رادیوهایی که گوش میدید، به روزنامه‌هایی که میخونید، حتی مجانی ها، حتی اگر مخالف هستید ولی اونها باعث میشن که مغز شما کار کنه، فکر کنه، حمایتشون کنید. از همشون هم مهمتر تلویزیون مردم. مرسی. و بذارید ببینیم سعید چی نوشته. سعید نوشته که به دوستانی که ناامید شدن، و از این که رفتند و رأی دادند پشیمان هستند، مثل دوستی که رأی نداد و میگفت دیدی گفتم این انتصابات است نه انتخابات، ارجاعتون میدم به خاطره‌ای از مسعود بهنود، از کلیدسازی که در اواخر عمرش قاطی کرده بود و هر کی بهش مراجعه میکرد که در خونم قفل شده و موندم پشت در و نگرانم که بچه کوچکم در حوض نیفته و اینها، این قفلساز یا کلیدساز بهش میگفت که شما ناراحت نباشید، تشریف ببرید منزل، چای رو دم کنید، آب پاشی کنید و فرش رو پهن کنید تا من برسم. طرف میگو اگه من میتونستم برم توی خونه که مزاحم حضرت عالی نمیشدم، و اون میگفت که من اشکالم اینه که فقط از داخل منزل میتونم در رو باز کنم. این شده حکایت بعضی از ما که فکر میکنیم شرایط باید درست و آزاد و عادلانه باشه و فرش دموکراسی رو هم برامون پهن کنن تا ما بریم رأی بدیم، اما واقعیت اینه که ما برای باز کردن این در بسته هست که باید تلاش کنیم. ممنونم از سعید عزیز. و بله، رعشه در مدرنیته چند تا عکس دوستان فرستادن که متاسفانه امروز وقت ندارم، ولی بذارید یه چند تا ایمیل دیگر رو بخونم. خیلی میدونید وقتی ما از جمعه میریم تا دوشنبه 3 روز نیستیم با شما، یا 3 روز وقت داریم بینش، و خبرها قاعدتا میشه 150% معمولی. اینه که من باید یاد بگیرم دوشنبه ها مهمان دعوت نکنم، چهارشنبه ها که آلمانی ها هم میگن میتوخ وسط هفته هست مهمان دعوت کنم، و دوشنبه ها و جمعه ها رو خودمو خودتون باشیم. گفت که انسان که غرق شود مطمئن انسانی که غرق شود قطعا میمیرد، چه در دریا، چه در رویا، چه در دروغ، چه در گناه، چه در خوشی، چه در قدرت، چه در جهل، چه در انکار، چه در حسد، چه در بخل، چه در کینه، چه در انتقام. مواظب باشید غرق نشوید. انسان بودن خود به تنهایی یک دین خاص است که پیروان چندانی ندارد. ممنونم از این دوستمون. و هر روز ما نوشته های اینجوری به دستمون میرسه، امیدوارم وقتی که اثر میذارن اثرش لحظه‌ای نباشه و اثرات دائم داشته باشه. از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون متشکرم، از اینکه برنامه سوربی با مردم رو دیدید بسیار متشکرم. یکی از دوستان برای من نشون داد آقا من برنامه‌تون رو نگاه میکنم، اگر امکان داره اینا رو تیک تیکه قسمت‌های مهمش رو در بیارید بذارید، چون 2 ساعت خیلی طولانیه. گفتم آخه دوست عزیز، من به نظرم میاد همه اینها مهم بوده که گفتم، حالا شما بیا یه کاری بکن. گفت چی؟
گفتم شما برنامه رو نگاه کن، هر قسمتش که به نظرت مهم نبود به من بگو، از دقیقه این تا این وردار، بعد من بزنم اینا رو کوتاه کنم ببینم چی میشه. یادم افتاد به یک جوکی که میگفتن یه نفر مثل من که موهاش انقدر گری خاکستری یا سفید شده بوده، باید برم اصلاح، میره سلمونی و به اون سلمونیه میگه که این موهای خاکستری من رو کوتاه کن. سلمونیه یه نگاهی میکنه میگه اگه من بخوام اینا رو نخ نخ کات کنم که تا سه روز دیگه هم تموم نمیشه. شروع میکنه با ماشین از این پشت سر این تمام موها رو اینجوری، دیدی که وقتی هم میریزن اینجوریش میکنه که قشنگ بریزه رو زمین، اینجوری میکنه میریزه رو زمین، ولی این پوشش میده که بریزه توی این چی میندازن گردنمون، گردن بند رون رو پوش یا هرچی. مرده میگه اه داری چه کار میکنی؟ میگه ببین آقا، مگه شما به من نگفتی من سفیداشو به اصطلاح کوتاه کنم؟ شما الان بشین انتخاب کن، جدا کن سفید و سیاه رو. شما بشین برنامه من رو نگاه کن، هر جایش که بد بود، هر جایش که باب سلیقت نبود برای من بنویس، بنویس از دقیقه مثلا 4 تا 6 خوب نیست، از دقیقه 16 تا 18 خوب نیست، و من برات اون رو کات میکنم. شما نمیدونی ادیتینگ چقدر مشکله. بعد دوست عزیز، اگه من برنامه‌ام 5 دقیقه بود، قول میدم بعد بهم میگفتی که اگه میشه بکنیش یه دقیقه چون من عجله دارم. شما وقتی برنامه رو نگاه کن که هیچ کار دیگه ای نداری. ضمناً یه روشی هست که میتونی با سرعت فستر یا سریعتر نگاه کنی. البته برای یکی از دوستان فرستادم، گفت قربونت برم این رو استفاده میکنم برای تلویزیونای دیگه، ولی تو انقدر تند حرف میزنی، یه دستگاهی برای من بفرست که صحبت‌ها رو یواشتر کنه تا من بفهمم. منم گفتم چش، اونم هست، اگه خواستید بفرستید براتون بگم. حتی پلیرهای معمولی داره که فستر میکنه یا اسلوتر میکنه. من باید برم، برنامه آقای حسن اجلالی 4 دقیقه دیگه با شما خواهد بود. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، مرسی که با ما بودید.